در بخش کتاب دانش در کنار فرانک عزیز خواهیم بود و کمی در مورد علم و دانش با هم صحبت میکنیم. با ما باشید. رادیو و وب تی وی همسفر تقدیم میکند کتاب دانش، آشنایی با آخرین دستاوردهای تکنولوژی در دنیای کامپیوتر و ارتباطات در برنامه کتاب دانش. تهیه و اجرا فرانک. کتاب دانش. فرانک عزیز، بسیار بسیار به بخش اول برنامه کتاب دانش در سال 2018 میلادی خوش آمدی قربان. بله، با درود به شما شنوندگان و بینندگان این صدا و برنامه. امیدوارم هستم که دوران تعطیلات بهت خوش گذشته باشه، روز و روزگار برات خوش هست و بریم ببینیم در سال 2018 چه اتفاقاتی قرار بیفته فرانک عزیز. بله، چه هفته هایی است و چه روزهایی رو در پشت سرمون گذاشتیم و در روی جلوی خودمون داریم و اینکه چه وقایعی هم از لحاظ وضعیت کشورمون و هم از لحاظ وضعیت علم و تکنیک و دانش و فناوری و هم از لحاظ وضعیت این سوئد و جامعه‌ای که هستیم که 1001 واقعه هم در زمینه دزدی و تبهکاری و این داستانا در اینجا رخ داده و اینکه از لحاظ علم و تکنیک و دانش و فناوری هم وقایع بسیار زیادی رخ داده که در این برنامه فرصتی کوتاه داریم به چند تا از اینها اشاره کنیم و یادآوری هم کنیم که در رابطه با این صدا و برنامه ما یک وبسایت و یا پروفایلی به روی فیسبوک داریم که فقط کافیست به فیسبوک برید و خط کچ کتاب دانش رو نگاه کنید یا اینکه مستقیم به روی وبسایتتون بنویسید کتاب دانش نقطه کام که انتر رو که بزنید مستقیم میرید به سایت فیسبوک این صدا. بنابراین کتاب دانش نقطه کام رو میتونید ویزیت کنید و از مطالب و توضیحاتی که اونجا گذاشتیم میتونید دیدن کنید و دوباره بخونید و ببینید و اینکه تمام سری برنامه‌های سال گذشته و از موقعی که آزاد این برنامه رو آپلود می‌کنه به روی اینترنت و چنل ما به روی یوتیوب میتونید همه رو دوباره ببینید و بخونید و خلاصه بله لایک بزنید و به دیگران رکومند کنید و یا اینکه اگر کم و کسر و اشکالی هم هست که به ما گزارش بدید و این رو بگید. واقعا خب آقای فرانک، من در شروع برنامه معمولا شما جور دیگه برنامه رو شروع میکنین، صحبت میکنین، اما من یه سوالی دارم. میدونین که در ایران یک سری حرکت‌های آغاز شده و در حال انجام است دیگه، خبراشو قاعدتا همه تو تلگرام و فیسبوک و تلویزیون و ضبط. اما دولت آمریکا برگشت در یکی از صحبتاش برگشت گفتش که من اگر که در ایران اینترنت رو قطع بکنن من به مردم ایران اینترنت میدم. بله، این چه اینترنتی از کجا میخواد بیاد؟ از فضا میخواد بیاد؟ از آسمون میخواد بیاد؟ این چیه؟ خیلی جالبه کردید و این سوال، جواب این سوال خب میدونید که هم طولانی است و هم جالب و هم غم انگیز و هم باعث افسردگی و این هست که پس بنابراین وضعیت جامعه ایران و اینترنت ایران رو معلوم شده که خیلی وقت پیش میتونستن درست کنن از هوا و وایلس ولی تا ابهار نکردن و این سوال اول سوالی که پیش میاد اینه که پس اگر این امکان وجود داشته تا الان پس چرا حالا به فکر این موضوع افتادین؟ که این ما رو میبره به اون داستان این که همه این برنامه ها دوستان همه دست در دست هم دارن، یعنی این دولت ها و این برنامه ها همه این موضوع رو میخوان که اون وضعیت اونجوری باشه، اون مردم در اون وضعیت باشن و همه از اینجا سودجویی میکنن. یعنی از این بنابراین حالا برای اینکه به سوال شما سر جواب بدم، این است که از طریق الان علم پیشرفت کرده، ساتلایت هایی و از کمپانی گوگل داریم، ساتلایت هایی و با اینوستمنت کردن های کمپانی فیسبوک و چندین کمپانی دیگه در آمریکا داریم که مدت هاست که ساتلایت های مخصوصی رو به مدار پایین‌تری از کره زمین فرستادن که کار اینها در حال حاضر کامیکیشن و ارتباط رسانی با سرعت از طریق
چیز هست از طریق ساتلایت هست و این شبکه سراسری اینترنت ساتلایت مدت هاست و سال هاست که کار میکنه و بیشتر در زمینه نظامی استفاده میشه، بیشتر در زمینه تحقیقات انجام میشه استفاده میشه و اینکه با کانکت کردن از طریق اینترنت هست که این ساتلایت ها مجموعه نتورکی از ساتلایت نتورکینگ رو تشکیل میدن که هم میتونه رصد کنه فضا رو، هم میتونه کامونیکیت کنه با هواپیماها، با موشکایی که فرستاده میشن، با صنایع نظامی، و چنل و فرکانسی هم هست که خیلی راحت میتونن اکتیو کنن و استفاده کنن. و یعنی در واقع مثلا همه حالتی که میریم دنبال یه راوتر میگردیم اینا، فقط کافیه بریم مثلا تو اون وای فای نگاه بکنیم، کنید یک اسمی میاد روی اون میزنید و نشته این آزاد هست و همه میتونن کانکت کنن. تنها اشکالی که هست این است که سرعت به بیرون فرستادن به مراتب کمتر از به دانلود کردن است. یعنی موقع خوندن بیشتره. بله، و اینکه تعداد مشخصی هست و یه سری از این مسائل داره، ولی نتورکی است که سالهاست اکتیو است، بهتر میشه و کمپانی فیسبوک در همین اوایل ژانویه سال 2017 بود که اومد این نتورک رو به مراتب بهتر کنه و قوی تر کنه و پول میلیون ها دلار، حدود 600-700 میلیون دلار خرج یک ساتلایتی کردن که چندین ساتلایت کوچک رو در جو زمین قرار بده که بتونه به کاربرانی که دسترسی به فیسبوک ندارند بتونن اکانت فیسبوک رو داشته باشن و در اصل بیشتر این کار انجام بدن. ولی متاسفانه موقعی که این و اینکه به کشورهایی مثل آسیا، کره شمالی و غیره و کشورهایی در آفریقا بتونن اینترنت بدن، و هدف این بود که کاربران اول اینترنت رو داشته باشن و از طریق اون بیان و در فیسبوک یک اکانتی داشته باشن، ولی درست در موقع پرواز این سفینه سقوط کرد و منفجر شد و این پروژه عملی نشد و دوباره از اول شروع کردن و در حال اینوست کردن و سرمایه گذاری کردن هستن در بهتر کردن این سیستم. پس این امکان وجود داره الان؟ یعنی بله، حرف الکی نمیزنه، اگه بخوان میتونن این کارو. خیلی راحت این امکان وجود داره، ولی خب حالا همونطور که به شما گفتم معلوم نیست چرا حالا یادشون افتاده. پس این همه سالها برابر این شما میدونستید که مردم در خفقانن، مردم اینترنت ندارن، وضعشون اینجوریه و اینترنت بهشون ندادید، واسطه نگاه کردید و برابر این. و به طور کلی من فقط این رو اشاره کنم که این وضعیتی که در کشور اون رخ داده متاسفانه دچار سه اشکال خیلی بزرگ است. یکی این که دوباره در تظاهرات یا حسین و یا حسن و یا علی نگفتم که این نشون دهنده این است که هنوز این ملت آگاه نشدن که قسمت اصلی اشکال اصلی کجاست، و بنابراین این یکیه که متاسفانه به دلیل این از خب نسلی هستن که دارو داشت الله اکبر میگو بسیجی ملت داشتن هوش میکردن. من اینو آره، ولی خب خیلی دیدم که شلوغ که میشه و اینا. خب آره دیگه، اونا دیگه متاسفانه امید این که اگه وقتی تیراندازی شد کسی کشته شد بگن نه مثلا به حسینی ها تیراندازی نمی کنن، این در حالیه که همه رو میبندن به رگبار بعدم میگن یزیدی ها رو کشتیم. از اینه که بهتره حسینی ها میرن بهشت. آره، بنابراین نه منظورم اینه که اونایی که یا حسین میگازن اینا میگن تو اینا این کارو میکنن خود مثلا تیراندازی بهشون نشه. نه اصلا قشنگ همه رو میبنده برگبار بعد میگه که اینایی که مردن یزیدی ها بودن. اصلا بنابراین خیلی هم جالبه اون دفعه میگم اگر اشتباهی کسی هم اشتباهی کتش شد خب میره بهش دیگه. دقیقاً از اینکه و بعدم اینکه در و به دلیل اینکه همه چیز هدایت میشه و کنترل میشه از طریق روس‌ها و تمام این برنامه‌ای که می‌بینید، زره‌پوش‌ها، سربازا، کلاخوت‌ها، اون وضعیت خفقان، اینا همه از روسیه است. یعنی کشور دو دستی دست روساست و این روسا هستن که این سیستم رو هدایت و تقدیمی حزب الله به و همین کاریو که در سوریه کردن و متخصص سرکوبی و از بین بردن هستن و همون کاری میکنن که شروع هم کردن، که در حلب کردن، در الپو کردن و در شهرهای دیگه سوریه. و اون این است که اول میترسونیم با اعلامی که جرما رو میبریم بالا، چیزها رو سنگین میکنیم، بعدم همه رو از تو خیابون جمع میکنیم، همه رو سربنیز میکنیم، یا در یعنی هر کیو میگیرن اینا فکر نکنید که این آدم زنده یه روزی برمیگرده. به هر حال تعداد خیلی زیادی از اونایی که دستگیر میشن سربنیز میشن. درست همون برنامه‌ای که در سوریه انجام شد به رهبری روس‌ها و خود ایرانی‌ها. و خلاصه این هم از داستان متاسفانه وضعیت کشورمون. و مسئله دوم درس نگرفتن از تاریخ و امید این که خانواده پهلوی میخوان یه روزی بیان کشور که اونم میشه خودش یک مسئله دیگر، و اینکه درس نگرفتن و عبرت نگرفتن از تاریخ. و مسئله سوم اینه که در رابطه با شما به اینترنت اشاره کردید که متاسفانه فکر می‌کنیم که آمریکا و اینا مثلا حالا یه دفعه دلشون سوخته برای ما
کمک میخواییم آقا آمریکا بیاد کمک کن آقا بربرین. ولی خب بعد هم نیست رسورش هایی که وجود داره آدم بتونه استفاده بکنه. مشکل است و اینکه خب نداشتن تشکیلاتی، نداشتن رهبری، نداشتن این خب وارد بحث سیاسی نه دیگه، بریم سراغ علم و دانش. به دلیل اینکه این داستان سر چیز زیاد داره، ولی متاسفانه من باید بگم که فقط من به این موضوع اشاره کنم که چند روز داشتم رادیو روش می‌کردم و دیدم که رضا پهلوی و فرح پهلوی سری سخنرانی کردن که این سخنرانی ها منو دقیقاً به یاد همون سخنرانی های خمینی مینداخت که در رابطه با خود ارتش شاه و خود دیکتاتوری شاه و خود جنایات شاه میزادن میگفتن در اون زمانی، میگفت در اون زمانی که قبل از که به ایران بیاد. حالا همینا رو اینا واسه خودشون از اینه که این نظر من البته حالا ممکنه خیلی ناراحت شون اصلا بشن و نمیخوام از نظرتون بگین. من فقط این رو بگم که متاسفانه اینم از داستان که آقای زاده خیلی نگرانه که الان شروع میشه بحث. نه حالا تلفن ها شروع میشه. اینه که بهتره، این نظر من بود و این چیز من است که بهتره که نه اگه یه وقتی بود که برای اینکه دوستان بتونن بیان روی خط صحبت بکنن اشکالی نداره. گفتم الان بتونیم بله الان ما به چیز میریم. این فقط نظر شخصی من بود که این صحبت هایی کردم و چیز شما بسیار خوب کاری میکنین، حق شما هست و همه حق دارن که نوبت بله ما و اینکه این در از طرفی بود من دوباره سری صحبت کنم در رابطه با وضعیت شهری که در این زندگی میکنیم که آمار جنگ و نبرد و آدمکشی و تیراندازی همینطوری بیشتر میشه. ما در این چند سه چهار هفته که من اینجا بودم، چون که انتخابات رو در پیش رو داریم درست 9 ماه دیگه از تقریبا از امروز، این آگاهی و رو بدیم که خیانتی که سیاستمدارای در خصوص اون ایرانی ها به ما و جامعه ایرانی و این کشور کردن رو باید سعی کنیم این اتفاق دوباره نیفته. به دلیل اینکه از روزی که اینا اومدن رو خطای رادیویی و توضیح دادن رأی بدید به من، ما میخوایم این کار کنیم، ما میخوایم اون کار رو بدیم، کشور رو به سقوط بردن این سوئد رو. و الان 4 ساله که من که یک نفر از این سیاستمدار ایرانی ندیدم که بیان رو خط که ما ازشون سوال کنیم آقا این داستان این گداها چیه، این داستان این آدمکشی ها چیه، داستان تیراندازی چیه، داستانی که با ماشین یه دفعه آقا دیدی که با ماشین رو میدوزن و میرن تو این شاپینگ سنتر رو میزنن و گاز میدن و اصلا شهر و کشور رو دو دستی دادن دست یه سری گانگستر و تبهکار و دزد. و من همین چند وقت پیش آقا دوباره در شهر بودم، زنگ زده بودن در با یه شرکتی راجع به سیستم کامپیوتری، بعد من سوار شدم رفتم اونجا، قبل از که برم تو خیابونی که برم پارک کنم دیدم همه خیابون رو بستن، بعد نیروهای کماندو و ارتش و هلیکوپتر و یک داستان درست این چیز این منطقه جنگی. بعد گفتم آقا چی شده این داستان چیه چیکار میکنین؟ بعد گفت نه مواظب باش اون پریک خیت اینا که تیراندازایی که چیز با لباسای کلاخود و بعد هلیکوپتر میچرخید و پلیس اومده بود و اصلا یک وضعی، یعنی شهر شده درست این میدان جنگ. هیچی دیگه نتونستم برم دیگه. من متاسفانه همه ناحیه رو بستیم و بعد گفتم آقا چی شده الان این همه مثلا 200 تا نیروی کماندو ارتش و بعد هلیکوپتر داریم چرخه چی شده؟ بعد نمیدونیم چی شده، هنوز نمیدونیم. نه دیگه شما این عکسو که حالا دارید صحبت دیگه اصلا صحبت اینجا شما این عکسو نگاه بکنید، اینو امروز آقای حنیف بالی گذاشته روی توییترش، صحبت‌های خانم مارگارت والستروم وزیر امور خارجه، میگه که اسفر یه سر نرتیل ایو اساس کراپ و ات اکسترا این سات مرتمیت اف ان سکریت سرود ام لگت ایران در سنخر این بر ای داگنس لگه اینگت ات هوت موت انترنشنال فریت و سکریت انسر اتری کس منیست مارگوز. یعنی قشنگ چون گفتن که یه چیز جدید بذاریم، یه اکسترا چه بشمه اکسترا این سات بذاریم که در سازمان ملل بشیم در مورد اتفاقاتی که در ایران میفته، اولین کشوری که گفت نه اینا خانم مارگارت والستروم سوئد، باکش گفت نه این اصلا هیچ هوتی به اینترنشنال چه، یعنی سیاستمداری که ما الان روی کار داریم مثل خانم والستروم اصلا نه براش خارجیش فرق میکنه نه داخلیش، نه تو این مملکت چه اتفاقی میفته نه خارج از این مملکت چه اتفاقی میفته، نه چرا در آوازه، نه کی میاد نه کی میره، من نمیدونم اینا اصلا چی کار دارن میکنن واقعا. دو دستی کشور رو دادن به یه سری دزد و گانگستر و گدا و تبهکار و تروریست، هر روز تیراندازی. دوباره پریش همین دو سه روز پیش اومدن توی گاراژ تو رینکبی یه نفر رو بستن به رگبار، اصلا معلوم
کی زد، کجا رفتن. بعدش میدونی چی بود؟ پلیس میگه ما میدونیم در اونجا مواد مخدر فروش میدن. الان 30 ساله که پلیس و سیاستمدارا میدونن که در مرکز شهر خرید و فروش مواد مخدر میشه. در مرکز شهر میتونید برید اسلحه بخرید. در مرکز شهر میتونید 200 هزار کرون بدید یکی براتون بکشن. الان 30 ساله اینا اینو میدونن، ولی اینکه چرا حل نشده و چه جوریه اینو نمیدونیم. و در زمین و خیلی جالبه، در زمینی همین دزدی ماشینا که ماشینا رو میدوزن، چراغا رو میدوزن، نمیدونم میان تو چیز هم ماشین میدوزن هم چون که دیگه ساده تری نشه. تازه پلیس یه موضوعی که مثلا ما 10 ساله میدونیم که آقا اینا از کشورهای همین بالتیک و اینا میان اینجا گروهی هستن با هواپیما میان، خیلی هم شیک با هواپیما و کچلوار و کیف سامسونگ تو اینا میان، کروات و اینا میان اینجا، با فرست کلاس هم میان پرواز میکنن، دو هفته همه خونه های سوئدی رو میدوزن و میبرن اینا، با کامیون سوار میکنن میبرن. و تازه پلیس سوئد تازه همه فکر میکنیم که از اونجا میان. ما اینه که آقا ما 10 سالی که ما اینو میدونیم که، بنابراین معلومه که چیکار دارن میکنن. و فقط در آمار، فقط من اینم اضافه کنم که آمار دزدی و سرقت خانه ها فقط در استکهلم در طول سال 2017 از مرز 25,000 تا گذشته، فقط استکهلم. یعنی شما تصور کنید که در کشوری مثلا من وقتی که آمار دزدی و سرقت رو در تایوان، در سنگاپور و در ژاپن میخوندم، همه اینا رو بذار رو هم دیگه، باز به اندازه نصف فقط استکهلم هم نمیشه. یعنی ببینید که چه خبره تو این شهر. متاسفانه بنابراین اینم از وضعیت. و اینکه بازم اینجا باید تکرار کنم، من از خیلی از خانواده‌ها شنیدم که اینجا رو گفتن بزرگترین دیوانخانه دنیا، به خاطر اینکه جووناشون اینجا کشته میشن، به رگبار بسته میشن. و چندین بار به من گفتن نه فقط اینجا بزرگترین تبدیل شده به بزرگترین منتال خوکوس دنیا این سوئد، بلکه تبدیل شده به اینکه کاش میرفتیم کره شمالی پناهنده میشدیم، کاش سوریه میموندیم، کاش افغانستان میموندیم، ولی پامون رو تو این سوئد نمیذاشتیم، چون از روزی که اومدیم اینجا همینطوری تیراندازی و درگیری و آشوب و دزدی و سرقت و اصلا خیلی بس خرابه واقعا. بله بریم و آگاه باشید که دوباره گول این سیاستمداراییو که به زودیش میان روی این خطای رادیویی رو نخورید، و بلکه همشون رو باید بگید آقا شما سوال کنیم دیگه، بعد از اینکه دیگه موقع سوال نیست، شما باید بری استفانامت رو بدی، چون دیگه فرصتی نیست که این کشور رو بخوای. شمایی که اینو به قهر قهقرا رسوندی و سقوط، هیچ ما انتظاری و چیزی از شما نداریم. هر چه زودتر از کارت استفا بده و یک مسئولی رو بعد ما بیاریم سر کار که میتونه این کشور رو دوباره به حالت عادی برگردونه. و اینکه هر لحظه ممکنه شما تو این وسط میدان جنگ و تیراندازی و دزدی و اینا، هر لحظه ممکنه نوبت شما باشه. یعنی الان ممکنه من از اینجا برم بیرون ببینم مثلا ماشینم رو شکوندن، که اینجوری هم بوده همین هفته میشه داشتم میرفتم. همین دیروز آقای فرانک، دیروز همونجا که شما الان پارک کردین، دیروز دو تا ماشین آتیش زده بود. بله اینا اصلا معلوم دقیقاً همونجا که شما ایستاده بودید، در حالی که در خیلی از کشورهای دنیا که چندین برابر بیشتر از کل جمعیت سوئد جمعیت دارن، سالهاست نه ماشین آتیش زده شده، نه سالهاست نه تیراندازی شده تو خیابون، نه کسی به رگبار بستن. معلوم نیست این سوئد اصلا چه خبره واقعا. هر لحظه ممکنه نوبت یکی از شما باشه، نوبت خانمتون باشه، نوبت همسرتون باشه، نوبت فرزند شما باشه. بنابراین این از وضعیت اسفناک این کشور. خب بریم از برگردیم به این چیز، به برنامه امروز رو شروع میکنیم. و ما اینجا این اولین برنامه سال 2018 این صدا و برنامه هست، و ما اینجا توضیحاتی داریم در رابطه با اینکه در امروز چه وقایعی در تاریخ علم و تکنیک و دانش و فناوری مصادف است با امروز. و در این رابطه من این توضیح هم بدم که شنونده من که هفته گذشته که مردم جایی سری توضیحات داریم راجع به نیروهای آلمان که پا به شهر پاریس گذاشتن و به رهبری اونها آدولف هیتلر، و وقتی که آدولف هیتلر خواست بره بالای برج ایفل سخنرانی کنه، بهش گفتن که این چیز این بهتر، پس من این رو دوباره چیز کوچیکی بگم که ما براتون توضیح دادیم که وقتی که آدولف هیتلر اومد و با تیم با نیروهاش در روز 23 جون سال 1940 پس از اینکه فرانسه امضا کرد که ما شکست خوردیم، اومدن نیروهای آلمان و با ارتش آلمان به رهبری آدولف هیتلر
به قرن زنان در شانزلیزه و در برج در کنار برج ایفل، و قرار بود که هیتلر بره در بالای برج ایفل و سخنرانی کنه و بعد از اونم که برج رو منفجر کنن. و به ژنرال دیتریخ وون چولز هیتلر دستور داد که میریم اونجا، من میرم بالای برج سخنرانی میکنم و بعد که اومدم پایین همه اون برج و اونا رو همه رو منفجر میکنیم و یک درس عبرتی به این چیزا میدیم، این فرانسوی ها. که وقتی که اومد بره بالا، هرچی وایستاد اونجا گفتن آقا پس چرا نمیریم بالا؟ بعد این ژنرال وون چولز بس گفت با ترس و لرز بهش گفت آدولف جان، 4-5 تا از این خس و خاشاک و فتنگر فرانسوی این تناب های این آسانسور ها رو پاره کردن. و بنابراین این داستان خس و خاشاک و فتنگر، هر وقت این دیکتاتور ها میخوان این چیزها رو اسم ببرن، میدونید که از این واژه ها استفاده میکنن. و خلاصه داستانی بود که شنیدم از عزیز گفت مگه در اون زمان آسانسور بوده و مگه در اون زمان از این داستان بوده، که من گفتم یادآوری کوچک رو بکنم و بعد از اینکه اگه فرصت شد تاریخ این داستان کمپانیایی که در جهان مارکت لیدر بیزنس آسانسور هست و هم به زودی براتون اعلام کنم. این فقط یک یادآوری کوچیکی بود که خلاصه یکیش سوئدیه نیست؟ بله. یکی از اون بزرگای سوئدی، نه فنلاند که به زودی اشاره کنم. که بنابراین فقط این بحث رو اینجا ببندم که ژنرال دیتریخ وون چولز، همونطور که در جلسات قبلا گفتیم، یکی از قوی ترین و خطرناک ترین و مخوف ترین فرماندهان و ژنرال های ارتش آلمان بود که فقط یک ستاره از هیتلر کمتر داشت و تنها دستوریو که در تاریخ که از هیتلر به اون داده بود رو انجام نداد، انفجار برج ایفل و موزه های اطراف و چیزهای همین یه سری اکتشافی و یه سری تحقیقاتی مراکز تحقیقاتی در کنار همای شهر پاریس و برج ایفل بود، که به هیتلر گفت آدولف جان، بابا جان، بیا بریم یک از این منظره لذتی ببریم، یک شرابی، یک پیکی بزنیم. آخه منفجر، آدم هر چیزی که میگه نباید منفجر کنه، که ببین چه عظمتیه، ببین چه ساختن، ببین این دارو این. که خلاصه این هیتلر هم چند تا دریوری به اون گوستاف ایفل میده، میگه و میگه دو تا فحشم به این ژنرالش میده. و بله خب بریم از این بحث بریم کنار رو، بریم به این که به زودی پس من یه سری برقای رو دنبال میکنم و بعدم میام که میگیم که از این که کدوم کمپانی هستن که و این داستان آسانسورها چندین سال قبل از این که این واقعه تاریخی در پاریس رخ بده که برج ایفل مجهز به آسانسور بشه، این داستان ها این داستانی است بسیار بسیار طولانی و قدیمی تر از این واقعی تاریخی. بله ما برمیگردیم به بحث. و امروز روز 4 ژانویه سال 2008 مصادف است با اینکه ملت آمریکا یک افتخار و یک اسطوره رو جشن میگیرن و اون ادوارد هایبرت جانسن هست که در 4 ژانویه سال 1846 به دنیا آمد و در 9 سپتامبر سال 1917 چشم از جهان فرو بست در سن 71 سالگی. و اینکه ادوارد جانسن چه کسی بود؟ این کسی بود که در اون زمانی که هنوز برق و لامپ و این داستان ها اختراع نشده بود، در اواسط سال 1800 یک شاپی داشت، یک مغازه‌ای داشت در همای شهر نیویورک و اونجا یه سری همین لوازم رو تعمیر می‌کرد و لوازم رو می‌فروخت و این داستان ها. و مدت‌ها هم بیکار همینجوری نشسته بود و پاش رو میذاش رو میز و این انگشتای شستش رو میپیچون دور هم از بیکاری. که یک روز جوانی 24 ساله فکرم شست پاش رو میبینه که یک روز زهرینا یک جوان 24 ساله به نام توماس ادیسون از در وارد میشه در سال 1871. درسته که گویا ادیسون در اون زمان بود که سنش این بود. بله میاد و میگه که من یک نفری هستم که یه سری کارای بلدم و با برق کار میکنم و یه سری اختراعات دارم و یه سری کارای کردم و تو را به جان مستان من را بده که بیام در این شاپتو کار کنم و اینجا مشغول به کار بشم. که اول میگه نه، بعد خلاصه توماس ادیسون یه سری از این چیزایی که درست کرده بود و لوازم و اینا رو بهش نشون میده و بهش میگه که من اینا رو درست کردم، که این یه ذره براش جالبه. میگه اوکی پس بیا شروع کنیم ببینیم که تو چه کارهایی بلدی. و وقتی که میبینه که توماس ادیسون جوانی است بسیار خلاق بسیار آگاه، بیشتر میکنه همکاریشو با اون و
پروداکت ها و لوازم بیشتری درست میکنن و در این زمینه در رابطه با تولید لامپ و درست کردن لامپ چندین کار رو با هم انجام میدن و این باعث شده که در سال 17 دسامبر سال 1880 بیان با هم دیگه کمپانی رو درست کنن و ثبت کنن به نام ادیسون الکتریک ایلومینیشن کورپوریشن. و این کمپانی بعدها بر اساس اختراعات توماس ادیسون و بر اساس رهبریت این شخص و اینکه این شخص میشه رئیس چیف اگزیکیوتیو این کمپانی با همکاری ادیسون چندین و چند صد اختراع و پروداکت جدید رو به جامعه عرضه کردن و بعدها این کمپانی تبدیل شد به کمپانی کون ادیسن که هم اکنون اگر به سایت conedison.com برید یکی از بزرگترین و قوی ترین کمپانی‌های انرژی و برق آمریکا هست، به خصوص در نیویورک. تمام ساختمان‌های اون تایم سکوئر، تمام برقی که به بازار بورس نزدک میره و تمام اون مراکز و اونها رو یکی از کانترکترها و یکی از کمپانی‌هایی که گاز و برق و انرژی و این داستان‌ها رو به همه قسمت‌های نیویورک میده، این کمپانی است که هنوز پس از این همه سالها پابرجاست بر اساس این ایده و فکر. و یکی از مهمترین کارهایی که ادوارد هایبر جانسن انجام داد این بود که پس از اینکه توماس ادیسون این لامپا رو درست کرد و این کار رو کرد، اومد و در روز 22 دسامبر سال 1882 80 تا لامپی رو که اونجا درست کرده بودن و تست کرده بودن رو به سه رنگ قرمز و سفید و آبی درست میکنه و اینا رو میپیچونه دور یک درخت کریسمس و این درخت کریسمس رو میذاره بیرون پنجره اتاقش و بنابراین اولین کسی میشه در تاریخ که درخت کریسمس رو با نورهای این لامپای رنگی لامپش رو روشن کرده چیز میکنه. دقیقاً چی میگم به فارسی؟ نورانی میکنه، تزیین میکنه. بله تزیین میکنه و این میشه کسی که امروزه بنابراین شما که در خانه هاتون و در آمریکا به خصوص و در گوشه کنار جهان درخت کریسمس رو تزیین میکنن و لامپ دورش میذارن و این رنگ ها رو داره، یک روزی از این شخص میاد که امروز ملت آمریکا به افتخار این شخص به هر حال یادی میکنن از اینکه چه اچیومنت ها و چه کارهایی در تاریخ ملت، فرهنگ و تاریخ آمریکا این شخص انجام داد. ما این یادآوری هم اینجا کنیم که از توماس ادیسون اسپردیم. توماس ادیسون که متولد 11 فوریه سال 1847 بود و در اکتبر 18 اکتبر سال 1931 چشم از جهان فرو بست در آمریکا، دارای 2332 پتنت هست به که به ثبت رسیده که 1090 و حدود 100 تا از اینها در خاک آمریکا ثبت شده و بقیه در گوش و کنار جهان هم ثبت شدن هم استفاده شدن. و برابر این هم از داستان توماس ادیسون و این شخص. حالا میریم به یک واقعه مرگ و پس از اون هم که ببینیم که بله یک واقعی مرگی رو بریم و بعضی این که یک رویداد رو هم براتون انتخاب کردیم در رابطه با چون فرصت کمه. اولا اینو بگیم که 1001 تاریخ تولد داشتیم از خلاقان و مخترعین از گوشه و کنار جهان و 1001 تاریخ مرگ در امروز از همین گروه. اما در زمینه افرادی که امروز به تاریخ رفتن و برای ملتشون، کشورشون و فرهنگشون و جهانیان افتخار آفرینی کردن، ما رو به کشور اتریش میبره و روستایی خارج از شهر وین که در یک چنین روزی در سال 1961 اروینگ خرودینگر چشم از جهان فرو میبنده و در روز 12 آگست 1887 بود که به دنیا اومد در روستای کوچکی خارج از حومه شهر وین. اما اروینگ خرودینگر چه کسی بود و چه عاملی باعث شد که امروزه من، شما و تمام ملت جهان در گوشه و کنار جهان و همین آخرین مثالی که آقای آزاری زد در زمینه ارتباط رسانی اینترنتی از طریق ساتلایت رو مدیون اچیومنت ها و مدیون خلاقیت های این نام‌آور و اسطوره ملت، تاریخ و فرهنگ اتریش داریم؟ ما این رو بگیم که زمانی که اروینگ
اروینگ رودولف جوزف الکساندر خرودینگه، همونطور گفتیم در 12 آگست 1887 در خارج از شهر وین به دنیا آمد و در 4 ژانویه 1961 در یک چنین روزی چشم از جهان فرو بست. اما کسی بود که زمانی که به مدرسه رفت اون رو به عنوان یک از با اینکه از خانواده میومد که هر دو پدر و مادر بسیار تحصیل کرده بودن، ولی در زمان کودکی در دبستانی که میرفت گفتن که این کودن، این شعور نداره، نمیفهمه. بعد یکی دوبار هم از توضیحاتی شده که از مدرسه انداختنش بیرون و گفتن که این چیز رو جرسومه رو آزاد، این اصطلاحات یه سری سیاسی شده، جرسومه و خس و خاشاک و این فتنگر و اینا امروز از این اصطلاحات ما زیاد استفاده کردیم و خلاصه، ولی به خانه میاد و پدر و مادرش کمکش میکنن و بعدها معلوم میشه که آدمی است بسیار بسیار خلاق، یکی از بزرگترین و نابغگان اهل فن. و اینکه کسی که بالاخره پس از همون دوران جوانی وقتی که خلاقیت خودش رو و ابتکار خودش رو در ریاضیات و فیزیک نشون میده، جلب میشه به سوی اعماق فیزیک و شروع میکنه و تنظیم میکنه معادلات و آنالایز کردن طیف‌های نور رو و اینکه چگونه طیف‌های نور و به طور کلی موج وقتی که سیگنالی اطلاعاتی از به سرعت موجی میاد رو میتونیم آنالایز کنیم و از مرکز این اطلاعات و از مکان این و از زمان این بروز این موج ها بتونیم آگاهی پیدا کنیم. معادلاتی رو به ثبت میرسونه که معرفترین اونجا اونا معادلاتی است به نام خرودینگ اکویشن یا The Wave Equation، معادلات موج، که بر اساس اون میتونیم آنالایز کنیم سرعت طول موج. امروزه ما اینجا از برندگان جایزه نوبل اسم بردیم که چگونه با آنالایز کردن امواج و موج های و انرژی هایی که و از طریق موج های گراویتیشنال ویو برندگان جایزه نوبل رو داشتیم و ژرف‌هایی رو باز کردن و جهانی جدید و درهای جدید رو برای آگاهی و اطلاع پیدا کردن از اعماق فضا با آنالایز کردن موج‌ها، که همه اینها بر اساس معادلات اروینگ خرودینگ اکویشن است که پارتیال دیفرنسیال اکویشن است، که به معادلاتی در ریاضیات بگیم که فانکشن های مختلف و تابعهای مختلف دارای مجهول های مختلفی هستن که دیگه از بحث این صدا خارجیه، ولی من یادمه که روزی که در دانشگاه من وارد شدم اینجا با اون گروه به حال همکلاسی هایی که هنوز باشون بعض وقت در تماس هستم، یکی دو هموطن، سال دوم یادم میاد در همین دانشگاه KTH بود اومدیم و قرار بود ترم چیزی درس جدید رو در فیزیک شروع کنیم که یک پروفسور سعودی وارد شد و اولین چیزی گفت که امروز میخوایم براتون از یه نفر صحبت کنم به نام اروینگ خرودینگ، شما شنیدید که کیه؟ که ما گفتیم نه نمیدونیم، که خلاصه گفت که این توضیحاتی امروز براتون میدم و اینکه یاد بگیرید با معادلات این کار کنید و اینها رو حل کنید، این زندگی شما رو و بعد شما رو و دید شما رو به جهان عوض میکنه و واقعا این کار رو کرد. یعنی همکنون هر واقعی که در چارج کردن وایلس موبایل تلفن ها، اطلاعاتی که از فضا میاد، اطلاعاتی که از نور میگیریم، همه رو مدیون معادلات اروینگ خرودینگ هستیم، به خصوص در زمینه سبودی آنالایز کردن امواج رادیواکتیو، آنالایز کردن فلوید داینامیک، رفتار موج‌ها، عملکرد فشار خون، رفتار و نوع اینکه چگونه قلب خون رو میفرسته، فشار میاد و همه هر چی رو که میخوایم آنالایز کنیم با این امواج و با این معادلات میتونیم اینها رو به اثبات برسونیم. و به افتخار ثبت خرودینگ اکویشن یا The Wave Equation و اثباتاتی که در زمینه پارتیال دیفرنسیال اکویشن این بزرگ مرد تاریخ کشور و افتخار ملت اتریش انجام داد، در سال برنده جایزه نوبل فیزیک در سال آغازداری کی بود؟ بله، اروینگ خرودینگ برنده جایزه نوبل فیزیک سال 1933 با موتیویشن انقلابی در و بودی جدید و درهای جدید به روی
بشریت هست که هر واقعی رو، هر آنالایزی رو، هر چیز رو که امروز در اطراف خودتون میبینید، موبایل تلفنی رو که دارید، چارجری رو که دارید، هر چی رو که میبینید، با این معادلات به اثبات رسیده و آنالایز شده و این معادلات اروینگ خرودینگه هست که در خیلی از زمینه‌های دیگه شناسایی میکنه اشکالات و ایرادها رو، به دلیل اینکه پارتیال دیفرنسیال اکویشن دارای فانکشن ها و توابعی هستن که به نوبه خودشون دارای ضوابط و مجهول ها و پارامترهای مجهول هستن، میتونیم خیلی راحت فیل سوکنینگ کنیم، ایرادها رو پیدا کنیم، نقطه ضعف ها رو پیدا کنیم. و انقلاب واقعا باور نکردنی است و زیباست و این کتاب ها و توضیحاتی در رابطه با این اسطوره ملت و تاریخ و افتخار اتریش، هر چه بگیم کم گفتیم. ادامه میدیم بحث رو و میریم به تاریخ یک انقلاب و یک واقعی باور نکردنی دیگه و یک بیزنس جدیدی و یک اسپورت و ورزش جدیدی که امروز 4 ژانویه تاریخ به ثبت رسیدن اون است و زمان رو برمیگردونیم به سال 1000 و به سال 4 ژانویه سال 1863 که جیمز پلیمتون میاد به اداره ثبت US Patent Office در نیویورک و اختراع خودش رو که اسکیت بورد هایی هست، اسکیت بورد که نه، اینایی که کفش هایی که 4 تا چرخ داره که میبندید به زیر پاتون، اگه حاضر شما بنویسید اسکیت، بله اسکیت، نه به فارسی، نه اسمش اسکیت، اسکیت بله. اصلا رولر اسکیتس، اگر بنویسید جیمز پلیمستون که میتونید اینا رو بعد هموطنان میتونن به سرچ کنن و تصاویر اولین که اینا به قیافشون چجوری بود رو ببینید. 2 تا کفش بودن که به پاتون میکردید، بعد به تا ساق پا با میبندید، با میبستید با بند، بعد زیرش 4 تا چرخ بود و این رو میاره به ثبت میرسونه و انقلاب میکنه در زمینه جدید چیز. این اسکیت به جیمز پلیمپ تون اسنا پلیمتون، جیمز پلیمتون، یا اینکه رولر اسکیتس هم اگر نسید، تصاویری رو خواهید دید از اولین مدل، اینکه اینها قیافش چطوری بود و بیزنس میشه به ارزش میلیاردها دلار. کسی که هیچ وقت حرفاشو قبول نکردن وقتی که اینها رو به پاش بس برای اولین بار به خیابان رفت، همه بهش میخندیدن و میگفتن این دیوانه رو نگاه کنید، یک دلقه که مسخره داره با چرخ را میره. ولی بعدن این اختراع و این اکتشاف تبدیل شد به یک، ولی خدایش مال ما قشنگتر بود، حالا ما کاری نداریم، بذار من الان میذارم. دو تا دو چرخه کوچولو بود در واقع به پاهاش بسته بود، اگه من نه دیگه ببینید که اگر نگاه کنید تصاویری است که جیمز پلیمتون، اصلا به اینا میگن نه این نیست، شما اگر برید یه ذره پایین تر یکی باید باشه، این شبیه، ولی بازم یه اونیه که به حال شبیه این دیگه، ولی خب یه سری قدیمی تر از اینه که شما اینجا نشون دادید. یه دونه مدل زنونش هم داریم بله. و خلاصه ولی بعدها فهمیدن که همونه که بهش میخندیدن که چه کاری کرده و چه ایده و فکری داشته که یک همچی کاری کنه و امروزه مارکتیست به ارزش میلیاردها دلار حتی، و بعد اختراعات بیشتر، اکتشافات بیشتر و به صورت اسکیت بورد و بعدم که میتونید هاور بورد و بعدم اینایی که بدون چرخ. خلاصه این شخص امروز این پروداکت رو ثبت کرد و به تاریخ برد. باریکنه. خب اینم از این داستان. و کمپانی ایکان ادیسون رو هم که براتون گفتیم که سایتی دارن که میتونید برید اگر خواستید دیدن کنید و ببینید که چجوری تولید برق میکنن و این داستان ها. و اینم از بله اینم از این برنامه، قسمت اول برنامه و معادلات موج رو گفتیم از لایت ویو و به خصوص این رو هم باز در رابطه با اروین خرودینگه بگیم، آنالایز موجهایی که روی دریا میان، روی ساحل میان، که زیر دریایی ها که چگونه اینها رو آنالایز میکنن، چگونه میتونن چیز رو ثبت کنن، و اینکه معادلات اروینگ خرودینگه و پارتیال دیفرنسیال اکویشن های این اسطوره بود که باعث شد که همونطور که اشاره کردیم افرادی که جایزه نوبل سال 2017 رو در فیزیک برنده شدن به وسیله این معادلات و آنالایز موج های گراویتیشنال ویو تونستن ببینن که محل دقیق این انفجار و درامیخته شدن 2 سوراخ سیاه رو
کشف کنن، که اینجا یادآوری کنیم که در معلوم شد که درست حدود آغازداری تقریبا 130 میلیارد سال قبل که 130 میلیارد سال قبل که این چیز نه چیز 13 میلیارد سال که بر طبق این آمار و این اختراع این اکتشافات که به طور کلی این نزدیک به حدود 13 موزه هشینات که موقعی است که اون میگن بیگ بنگ به وجود اومد، اصلا جهان به وجود اومد، و اینکه بعداً موج‌های گراویتیشنال ویوی رو که ثبت کردن دانشمندان بر اساس اختراعات و اکتشافات این دانشمند اوتیشی، حاکی از این بود که دو سوراخ سیاه به مراتب با انرژی و وزنی و جرمی، بهتر بگیم جرمی به مراتب بیشتر از هزاران برابر خورشید ما، با سرعتی که در دور هم میچرخیدن، سرعت این سرعت برابر است با تقریبا حدود 3000 دور در دقیقه. یعنی شما وقتی که یک مخلوط کنی رو که باش میخواید شیک درست کنید، روشن میکنید، اون پره‌ای که میچرخه فکر کنم با 2000 و اینا دور در دقیقه میچرخه. تصور کنید که دو کره هزاران برابر بزرگتر و با جرم بیشتری از خورشید ما با اون سرعت دور هم بچرخن، در هم درآمیخته بشن و انفجاری رو که درست میکنن موجی رو ایجاد میکنه که این موج پس از چندین میلیارد سال برسه به کره زمین و بتونیم این رو از طریق این معادلات و این سنسورها بتونیم ثبت کنیم و محل این انفجار رو بتونیم ردیابی کنیم، که این رو مدیون امروز این بزرگمرد کشور اتریش بودیم. بله این از این، و ادامه بدیم بحث رو با اینکه آزاد اگر به وبسایت به کتاب دانش برید که به فیسبوک ما میره، نگاهی داریم به جدیدترین پتنت و اختراع و اکتشافات دانشمندان کمپانی نیسان از ژاپن که هدایت کردن اتومبیل و سیستم هایی رو که مثل اتومبیل، مثل هواپیما و مثل وسایل نقلیه و غیره است و قطارها رو از شروع با شروع اتومبیل این رو به لول ها و به سطوحی کاملا جدید بردن و اون هدایت اتومبیل با مغز هست یا با فکر. دانشمندان ژاپنی کمپانی نیسان در یک ریسرچ سنتری که در فیلم ها میتونید مشاهده کنید، که اگر آزادی آزادی این فیلم رو از فیسبوک ما پخش کنه، نگاهی داریم به ریسرچ سنتر کمپانی نیسان که چگونه در حال یا اینکه بهتر بگیم به نتایج بسیار بسیار مثبت و جالبی رسیدن در زمینه اینکه شما مثال ساده بزنیم، شما وقتی که در خیابان دارید با اتومبیلتون حرکت میکنید، ممکنه یک دفعه یک کودکی یا یک کالسکه یا یک اتومبیلی بپیچه جلوی ماشین و بنابراین سیگنالی از مغز شما، از چشمان شما اینو میبینید، بعد سیگنالی فرستاده میشه به مغز شما در سیستم اعصاب و از طریق سیستم اعصاب ریاکشن سیستم سیگنالی فرستاده میشه به پای شما و میزنید توی ترمز. ولی این ریاکشن تایم و این واقعه تا اینکه این رو چشما به مغز برسن و هدایت کنن حدود مثل که میگن حدود نیم ثانیه تا بعد 3/10 ثانیه است بله طول میکشه. اما دانشمندان کمپانی نیسان اومدن و با اختراعی که انجام دادن این سیگنال ها رو قبل از اینکه به پای شما برسه اینها رو پیک اپ میکنن و بنابراین عمل کرد و عکس العمل و ریاکشن تایم شما رو نیم ثانیه بهتر میکنن و قبل از اینکه شما پاتون رو بذارید توی ترمز این کار رو خود ماشین انجام میده، چیز ماشین انجام میده. و بنابراین آزمایشگاه نیسان رو در فیلم ها میبینیم که چگونه موفق شدن که برای اولین بار سیگنال های مغزی رو که فرستاده میشه به پا یا به دستا و یا به طور کلی ریاکشن تایم این که چه واقعی رخ میده رو پیک اپ کنن، و نه فقط اینکه این کارو کردن، بلکه با آنالایز کردن این سیگنال ها و راه پیدا کردن و اینکه در کدام نقطه از مغز این سیگنال ها به وجود میان و از چه نوع اعصابی استفاده میشه که این سیگنال ها به دست و پا برن و به طور کلی یک ریاکشن رو داشته باشیم و چه تأثیراتی بر آدرنالین و در بدن انسان میذاره، از این طریق به این راه دسترسی پیدا کردن که چندین واقعه در رابطه با سلامت انسان رو هم بتونن در پشت فرمون از قبل از اینکه رخ بده این رو
پیکاپ کنن و این رو عجب سیستمی طرف تمام کنن. سیگنالای تو مغز طرف روی یه دونه آیپد مایپد داره میبینه روی تابلو. بله و کاریس باور نکردنی و حدود الان طبق گفته ای که در اینجا مشاهده میکنید حدود 15 سال هست که کمپانی نیسان قبل از اینکه اتومبیل ها اصلا برقی به این فکرشون بیفته اسمارت بشه دنبال این داستان هاست و بنابراین کمپانی نیسان فکر میکنه که در آینده قادر خواهیم بود که ریاکشن تایم بسیار بهتری داشته باشیم و اینکه حال و سلامتی آگاهی بهتری از حال و روح و سلامتی راننده و افرادی که در اتومبیل هستن رو هم بتونیم اینها رو همه پیکاپ کنیم. و این یادآوری سریع هم ما اینجا کنیم در رابطه با کمپانی سامسونگ. اگه اجازه بدیم میتونیم بعد از بله ساعت 3 این کار رو کنیم. بریم به قسمت بعدی برنامه. سپاسگزارم از شما. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back. آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟ بیل ترمینالم. خرید و فروش و معامله ماشین هیچ وقت از این راحت تر نمیشه. با ما تماس بگیرید و کلید ماشینتون رو به ما تحویل بدید. بقیه کارا رو ما انجام میدیم. آدرس: یوهانس لونس واگن شماره 9 در اوپلانس وسبی. تلفن: 08 400 56 860. 08 400 56 860. bilterminalen.se. فیلم ویژن تقدیم میکنند. اکران فیلم سینمایی آذر در استکهلم. شنبه ششم ژانویه در سینما اسکاندیا. به همراه مراسم فرش قرمز و با حضور نیکی کریمی و خواننده محبوب این فیلم سیروان خسروی. چوری خانم ندیده بوده مانه. آذر خیلی دوست دارم. عاشق صدای تو دیگه چرا؟ آدم زایی. بابا بعد چی جا بشه که؟ قبول ندارم. چشمک زدی. من برای اولین بار در سینما اسکاندیا. فرداش قرار دارم. واسه من که امروز باهاتون حساب نکنم یه لحظه. اطلاعات و فروش بلیت از تارنمای volik.se. مایلید در کمترین زمان اوند خاطرشگه با تضمین کاری شوید؟ لازمه ثبت نام زبان سوئدی پایه ساس می باشد. اینستیتوت آف لرنده 4 سال به عنوان مدرسه نمونه شناخته شده است. ما تمام کتاب‌های درسی را به عنوان قرض به دانشجویان ارائه می دهیم و به شما برای دریافت کمک هزینه تحصیلی CSN کمک می کنیم. We are builder utbildning både på distans och i klassrum. بعد از مدارس ما در نکه، ورمدا و وستروس، اینک مدرسه جدید ما در سوالنا افتتاح شد. شروع ثبت نام حضوری همه روزه از ساعت 13 تا 15. شروع ترم اول هر ماه. اینستیتوت آف لرنده با مدیریت مسعود زاده و پیتر سدل. آدرس: سنتروسلینگن شماره 51، جنب درسمن در داخل سنتروم سوالنا. تلفن تماس 08 410 58 330. توجه کنید به زودی شعبه جدید مدرسه پرستاری در سولنتونا افتتاح خواهد شد. Institute of Lärande. بارس بروبیل آب. شرکت بارس بروبیل آب با سالها تجربه در زمینه خرید و فروش و خدمات جانبی خودرو در خدمت شما هموطنان عزیز می باشد. خرید خودرو بدون نیاز به پول نقد و حتی بازدید خودروی مورد نظر شما در محل سکونتتان. شما حتی می توانید جهت سرویس، شستشو و یا تعویض چرخهای خودرویتان با ما در تماس باشید. شماره تلفن های تماس 08 36 46 71 و 070 769 11 44. آدرس: خلبی واگن شماره 33 در یرفلا. بارس بروبیل.se.
داداش مگه رانندگی بلد نیستی؟ خیابونو بند وردی؟ نه رانندگی بلد نیستم. خب عزیز من هر کاری یه راهی داره، پاشو بیا برو آموزشگاه رانندگی رتنس ترافیک سکولا در سولنتونا سنتروم تا بهت رانندگی یاد بدن. آموزش در تمام مراحل به زبان فارسی و در محله امتحان انجام میشه تا بدونی چطوری باید رانندگی کنی که قبول بشی. تازه کمک برای وام بانکی و اجاره ماشین هم دارن. عجب. آموزشگاه رانندگی رتنس ترافیک سکولا واقع در سولنتونا سنتروم با پرسنل و معلم فارسی زبان در خدمت شما هموطنان عزیز میباشد. تلفن تماس 08-29-44-48 رتنس ترافیک سکولا. آیا تصمیم دارید مسافرت کنید یا اینکه شاید برای عزیزانتون پول نقد و ارز ارسال کنید؟ آژانس هواپیمایی اسکای آفیس، نامی آشنا در زمینه مسافرت و ارز، به شما کمک میکنه. تبدیل ارز و انتقال ارز با بهترین قیمت و بدون هزینه. در اسکای آفیس برنامه پرواز مستقیم خود به ایران و تمام نقاط دنیا و همچنین پکیج توریستی سفر خودتون رو از همکارانی که به زبان شما صحبت میکنند بخواهید. اسکای آفیس در استکهلم، مالمو، وستروس و یوتبوری در خدمت شماست. تلفن تماس 0-200-220-707 www.skyoffice.se. مسکن سول کوست پروپرتی، سازنده و فروشنده ملک در کنار سواحل مدیترانه جنوب اسپانیا، بدون پیش پرداخت اولیه و 75% وام با بانک گارانتی و در مورد اخذ اقامت اسپانیا با وکلای مجرب ما می توانید تماس بگیرید. www.sulcoastproperty.com تلفن استکهلم 0735204458 و تلفن اسپانیا 0034680204185. مرکبی استاد دنتال. مرکبی استاد دنتال با مدیریت دکتر لیلا موسوی مقدم با بیش از 20 سال تجربه در امور دندانپزشکی، مقدم هموطنان عزیز را گرامی می‌دارد. در کلینیک مجهز و مدرن مرکبی استاد دنتال شما از خدماتی نظیر درمان پوسیدگی، جرمگیری، کاشت دندان، عصب‌کشی، درمان بیماری‌های لثه، روکش دندان، ساخت دندان مصنوعی، سفید کردن دندان، دندانپزشکی کودکان و غیره بهره‌مند خواهید شد. جهت رزرو وقت لطفاً با شماره تلفن 52-52-57-20 تماس گرفته و یا از تارنمای barkabi.stoddental.se بازدید فرمایید و با مراجعه به ما مسواک برقی رایگان هدیه بگیرید. Look great and feel confident with a new smile. حالا شده که هوس غذای ایرانی بکنید ولی اصلا حوصله بیرون رفتن و یا درست کردن غذا رو هم نداشته باشید؟ رستوران آریا مشکل شما رو حل کرده. رستوران آریا غذاهای خوشمزه ایرانی رو در به منزل به شما که در شمال استکهلم زندگی میکنید تحویل میده. البته امکان پذیرایی از شما در محیط گرم و صمیمانه رستوران آریا هم امکان پذیره. شماره تلفن تماس 08-25-02-03، آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 48-50 آکلا سنتروم، رستوران آریا. وکیل نیما رستمی با سابقه و تجربه طولانی و با آشنایی به فرهنگ و امورات مربوط به جامعه ایرانی و افغان، افتخار ارائه خدمات حقوقی را این بار همراه با تیم همکاران وکیل و حقوقدان خود بدین ترتیب عرضه می کند. مهاجرت از طریق پناهندگی، کار و سرمایه گذاری و مشاوره در مورد تابعیت، خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزندان، تقسیم اموال، تنظیم قراردادهای خانوادگی و دعاوی مربوط به تقسیم اموال در هنگام طلاق
و همچنین دعاوی بین المللی در مورد سرپرستی و حضانت فرزندان و تقسیم اموال، وکیل مدافع کیفری و وکیل کودکان هنگام وقوع جرم و دعاوی مالی. برای اطلاعات بیشتر nimarostami.se در تماس باشید. آدرس ما اودنگاتان 88 استکهلم. رستوران زرتشت واقع در هلنلون سنتروم مقدم شما را گرامی می‌دارد. زرتشت با سرو انواع غذاهای ایرانی در محیطی خانوادگی پذیرای شماست. جشن‌ها و میهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه زرتشت بسپارید. شماره تماس 35 27 27. جهت اطلاعات بیشتر به وبسایت www.zartosht.se مراجعه فرمایید. خرید خونه در ترکیه دیگه هیچ کار سختی نیست. به خصوص وقتی که با شرکت AF Real Estate در تماس باشید. شرکت AF Real Estate با در دست داشتن کادری متخصص و با تجربه در این زمینه میتونه به شما کمک کنه. AF Real Estate در حال حاضر به شما کمک میکنه که تا سقف 70% وام بانکی دریافت کنید. جهت اطلاعات بیشتر به وبسایت www.2090.se مراجعه و یا با شماره تلفن 070-776-1022 تماس بگیرید. رستوران ونک. رستوران ونک با خوراک‌های لذیذ ایرانی و با کیفیتی بسیار بالا آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. ونک همه روزه از ساعت 11 صبح تا 10 شب و جمعه و شنبه تا 12 شب پذیرای شما می باشد. آدرس آکلا ماریا همسگاتان شماره 24. شماره تماس 08-632-2099. کیفیت شعار ماست. ونک.se. صرافی پارس، صرافی ایرانی در استکهلم با مجوز رسمی از فینانس اینسپکشن 07-333-3316 و یا 07-333-3317. ساعت کار ما 10 تا 18. صرافی پارس، صرافی مورد اطمینان شما برای انتقال پول شما در ایران و سوئد در اسرع وقت و به صورت قانونی در حساب بانکی شما. صرافی پارس واقع در آکلا سنتروم جنب آکلا داتا سیبیلوس گونگن 26B. صرافی پارس 07-333-3316 و یا 07-333-3317. شرکت اسیستنس فرمندلینگن با سالها تجربه در زمینه پرسونلیگ اسیستنس به ویژه یاری رسانی به کودکان با پرسنلی مجرب و با تجربه آماده ارائه خدمات در زمینه پرسونلیگ اسیستنس به شما هموطنان گرامی می باشد. جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 0707-76-10-22 تماس گرفته و یا به آدرس اینترنتی www.3046.se مراجعه فرمایید. قربون دست تبلیغ، خیلی بالبال، دو تا آهنگ بال بذار. خب آقای فرانک عزیز، بریم قسمت دوم برنامه رو داشته باشیم و بعد از اینکه شما اعلام کردید اگه سوال جوابی هم باشه دوستان عزیز میتونن با ما در تماس باشن. بفرمایید. درودی دوباره به شما شنوندگان این صدا و برنامه ما. از جدیدترین تست و تحقیقات دانشمندان کمپانی ژاپنی نیسان اسپوریم. اینجا جای داره که خیلی سریع اشاره کنیم که کمپانی نیسان در روز 26 دسامبر سال 1933، یعنی بیشتر از 84 سال قبل، به توسط ماسوجیرو هاشیموتو پایگذاری شد و در اصل این کمپانی کار خودش رو از اون زمان شروع کرد و در چندین زمینه هستن. و یادآوری می‌کنم که کمپانی نیسان امروزه
دارای 155 هزار کارمند در بیشتر از 100 کشور جهان است و بزرگترین کمپانی تولید کننده اتومبیل های برقی در جهان و در رأس اونها مارک لیف، برند لیف، که در همین فیلم هایی که مشاهده کردید که اتومبیل رو با مغز هدایت میکردن، یک اتومبیل نوع جدید لیف هست که در اینجا در این فیلم ها از اون استفاده شده. و این یادآوری هم داشته باشیم که از سال 1999 کمپانی نیسان و رنوی فرانسه و میتسوبیشی ژاپن پارتنرشیپی رو با هم درست کردن که به نام رنالت نیسان میتسوبیشی، که اختراعات، اکتشافات و چیزهای خودشون رو در تحت این کمپانی چیز میکنن، به مارکت میدن. و برای شما که یک اتومبیل رنو میخرید یا یک میتسوبیشی میخرید یا نیسان میخرید، خیلی از تکنولوژی هایی که در اینها میبینید ممکن از یکی از این سه کمپانی دیگه اومده باشه که این کار رو با هم انجام میدن. بله، ما این رو گفتیم و فکر کنم که اگر شنوندهایی هستن که میخوان بیان روی خط این رو بگیم، و در تا اینکه شنوندها روی خط بیان یک مطلبی هم داریم در رابطه با یک بیزنس باور نکردنی در و یک کمپانی در استرالیا که از این چیز آتش‌بازی شب سال نو اینا چه پولایی میزنن و چه ایده‌ای دارن و چه کاری میکنن. اولا اینم بگیم که بدترین و مزخرف‌ترینش متأسفانه در همین سوئد که الان سال‌هاست که من نمیدونم این اصلا موثر بهتر آقا اصلا این موشکا رو بزنیم وردار مردم رو بدبخت کردن این ملت، یعنی تو این کوچه ها در این همه جهان بهترین آتش‌بازی، تاپ‌ترین برنامه، ولی تو این استکهلم ما این مسخره بازیشون هر آقا این اون آقا لیزر انداختن دیگه. شما چرا عصبانی؟ لیزر انداختن آقای فرانک، مثل هر چیز دیگه‌ای که از کنترل خارج شده اینجا و سقوط کرده، به غیر از امنیت و به غیر از این داستان دزدی و چپاول و غارتگری و سرقت و اینا، این داستان آتش‌بازی این کشور هم اصلا که به زودی به این بیزنس اشاره خواهیم کرد. خب شنیدیم ما روی خط داریم جانم 2398 بفهمید، خواهش میکنم. سلام بر آقای نوید و آقای فرانک. خواهش میکنم، درود باشه شما. و اول از همه تشکر کنم از برنامه های بسیار خوبتون که واقعا میدونم من و خیلی های دیگه ازش استفاده زیادی میکنیم. بسیار سپاسگزاریم از شما قربان. با درود شما. قربان شما. مسئله اینه که من مدتی الان 3-4 ماهه میدیدم که 158 کرون 159 کرون هر ماه ازم کم میشه، و بعد حالا یه فاکتور واسم اومد و دیدم که این بله مال از اپل اومده که شما 50 گیگابایت کلود گرفتید هملیگ آی کلاد. در صورت که من اصلا هیچ وقت نرفتم آی کلاد هملیگ بگیرم اینا. حالا چطور من میتونم اینا چیز کنم، از بین ببرم، یعنی دیگه ازم کم نکنم؟ سوال قشنگ. بله سوال بسیار خوبی. شما بنابراین یک آیفونی دارید درسته؟ یا یک آیپد؟ بله، یا یک پروداکت آیپد؟ آیفون. آیا کس دیگری در خانواده شما هست که یک آیفون یا آیپد داشته باشه؟ بله، هممون تقریبا آیفون داریم. بله، بنابراین بعد در این خانواده میدونید که اپل یک سیستمی داره که یک نفر از اعضای خانواده با رفتن و اکتیو کردن کردیت کارتش قادر خواهد بود که به بقیه افراد خانواده، حتی اگر اپل آیدی دیگه ای داشته باشن، وقتی که خریدی میکنن و کاری میکنن از طریق کردیت کارت شما کم میشه. بنابراین باید اول شروع کنید با اعضای خانواده صحبت کنید ببینید چه کسی این کارو کرده. حتما یکی در خانه موبایلی داشته که دارای محفظه کمی بوده، شاید 16 گیگابایت، شاید 8 گیگابایت، شاید 32 گیگابایت، بعد عکس گرفتن، فیلم گرفتن، پر شده و بعد روی اون رو زده و این خرید رو انجام داده. بنابراین شما اول با یک صحبتی با خانواده کنید، ولی به هر حال شما وارد تلفنتون میشید قسمت آیکلاد و در قسمت استوریج وارد میشید و میتونید هر لحظه پلن خودتون رو عوض کنید به کمتر و به دفالت که 5 هست. ولی اشکال این کار این است که اون شخصی که این محفظه رو اکتیویت کرده، پس از اون تمام عکس‌های شما و ویدیوهای شما که روی تلفن شما از شما گرفتید، همسرتون گرفته، فرزندتون گرفته و افرادی که به این اکانت کانکت هستن، همه اینها بکاپ شده روی این 50 گیگابایت و اگر برید تغییری در استوریج بدید، تمام عکس‌ها و اینا همه پاک میشن. پس بهتر اینه که اول با افراد خانواده صحبت کنن ببینن کسی دیگه بوده که مثلا پسری، خانومی، کسی. بکاپ کامل از
تلفن ها باید داشته باشید، همه کارا رو کنید، بعد که این کار کردید بعد باید این تغییرات رو انجام بدید. هر لحظه قادر خواهید بود که برگردید و پلن خودتون رو عوض کنید، به بالا یا به پایین، یا اصلا کاملا ببندید و پول ندید دیگه. خیلی ممنون. اما من چون تا حالا نرفتم توی آی کلاب، حالا کجاست آی کلاب که من برم توش؟ شما تلفنتون رو روشن میکنید، روی اون چرخ دنده ای هست که به نام ستینگ یا اینسلنگر فشار میدید و در و از روزی که تلفن ها رو آپدیت کردید به ورژن های جدید، محل آی کلاد جاش عوض شده و قرار بگیره در بالای لیست سمت چپی که روی آیپد یا آیفونتون باز میشه. عشان بالای وقتی رفتین تو اینستل نگاه، بالای اسمتون اینا رو نوشته، روی اون میزنید، با اپل آیدی پسورد وارد میشید و ستینگ های بکاپ و تنظیمات رو در اونجا باید انجام بدید. خیلی متشکرم از شما، داشته موفق و پیروز باشید. بله. و این یادآوری هم کنیم که شاید این سال پیش بیاد که من چجوری ببینم که در پروداکت اپلم، حالا یا آیفون یا آیپدم، اصلا چقدر جا دارم، چون خیلی ها شاید این رو ندونن، میرن این رو میخرن بعد مشخص نیست. آسان ترین راه این است که به قسمت settings وارد میشید و about رو که اون بالا رو که بزنید، یه ذره که بیت پایین تر نوشته اون مقدار استوریج رو نوشته که اون چقدر استوریج اسم چقدر است و چقدر available هست یا چقدر جا دارید. بسیاره. 98343 درود بر شما، بفهمید. سلام، خسته نباشید. درود بر شما. با درود به شما. لطفاً یا هند فریدتون رو بردارید یا یه مقداری بلندتر صحبت کنید. الان صدام خوبه؟ الان بهتره. بله، الان بهتره. عرضم بزرگی که من دو تا آیفون دارم، یه شیشه پلوس و یه شیشه معمولی، ولی استفاده نشده، هر دوشتم اولوسته. بله، من این دو تا میخواستم بفرستم ایران، میخوام ببینم این طرح ریجستری که تو ایران اومده آیا شامل کادویی که من میفرستم ایران استفاده کنن ازش، از این موبایل ها؟ آقا تحت چی شده؟ بله، خدمت شما عرض بکنم که شما هر تلفنی رو که به ایران ببرید و رجیسترش بکنید میتونید ازش استفاده کنید. خب این رجیستر مثلا چجوری من اونجا خودتون، یا همون موقع که وارد ایران میشین در گمرک اعلام میکنید که من یک یا دو تا تلفن همرامه، اونجا شماره ای که خود تلفن داره رو برمی‌دارن یادداشت میکنن، در همونجا یه رجیسترش میکنن، یه مالیاتی هم ازتون میگیرن، من عددش رو نمیدونم دقیقاً چقده، از شما میگیرن و اون تلفن‌ها در سیستم ایران اکتیو میشه. اوکی، پست میخوام بفرستم. اونو دیگه وقتی که فرستادین دیگه عزیزان در ایران که گرفتن بعد برن همین کارو انجام بدن، میرن لابد در اونجا از این مغازه سیم کارت میگیرن میذارن بعد توش دیگه، یه سیم کارت نه، بعد اول رجیستر بکنن تلفن، بعد اونجا میرن در همین داخل ایران این کارو میکنن. اوکی، ممنونم. بعد من دو دقیقه میتونم صحبت بکنم اضافه تر؟ کمتر بوده. بفهمید، خواهش میکنم. بزرگتون خیلی ممنونم از آقای فرانک که نظر خودشون رو دادن در مورد مسائل سیاسی اینها، ولی نظرشون رو دادن، ولی من مخالف نظرشون در از حکومت شوهنشتر فقید که خورده به عنوان جنایتکار نام بردن، ولی خب واقعیتش اینه که من وقتی که اومدم نگاه کردم دیدم مثلا مسعود رجوی تو زندانهای شاه بوده یا آخوندهایی که تو زندان شاه بودن، اینا هیچ کدوماشون نه بدنشون شکنجه شد، نه اعدام شدن، نه ناخوناشون کشیده شد. حالا نمیدونم این مبنای جنایتکاری فقط به خاطر سیستم دیکتاتوریه که منم قبول دارم دیکتاتوری بود سیستم، بهشون آقای فرانک گفتن یا نه واقعیت عینی هست در این رابطه که مرسی شما سوالتون رو پرسیدید، من در موقعیتی که خارج از این برنامه بشه حتما جوابگو خواهیم بود. سپاسگزارم از شما. مرسی عزیزم، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفهمید، خواهش میکنم. الو. خب آقای فرانک بفهمید، خواهش میکنم شما صحبتتون رو بکنید در مورد چی بودش. بله، به کشور استرالیا میریم و نگاهی داریم به یک واقعه باور نکردنی و یک بیزنس و یک ایده شخصی که یک خط هوایی درست کرده و شما رو و با این خط هوایی امکان پذیر میکنه که شما بتونید سال نو رو هر سال دو بار در دو جای مختلف جهان همون سال نو رو جشن بگیرید. یعنی در مثلا در آتش بازی شهر سیدنی یا ملبورن شرکت کنید و دوباره بپرید سوار کوافما شید و برید یه محل جدیدی جای دیگه در کره زمین و قبل از اینکه اونجا سال تحویل بشه یک بار دیگه مراسم اونجا هم
به جا بیارید. اگر که پول دارید ما میریم و ببینم آقای فرانک چه قشنگی شما گفتیم. ببینم اگه الان ما در ملبورن هستیم و سال جدید انجام میشه، همون موقع که ساعت 12 زنگ خورد ما داخل یه هواپیمای بوئینگ نشسته باشیم، زودتر مثلا میرسیم از طلوع آفتاب مثلا به تهران. بله نگاهی داریم. نه این مسئله که اینجا افش ایده و این فکری که این و بیزنسی که این کمپانی به نام پرایوت فلای، شرکت هوایی است که یک هواپیمایی داره بسیار لوکس با فرست کلاس و جا فقط برای حدود 15 نفر در این هواپیما جا میشن و به هر کدوم یک کابینی میدن، اتاقی و خاویار و ویسکی و شامپاین و برنامه و لیموزین و اینا. بعد مراسم اینجوریه که ملبورن وقتی که سال تحویل میشه در ملبورن، اونجا سال رو یا در سیدنی سال رو شما چیز میکنید و یکی از بزرگترین و باشکوه‌ترین مراسم آتش بازی جهان میدونید که شهر سیدنی و اون اپرای سیدنی. درسته. بعد درست دو ساعت بعد از اون لیموزین میاد شما رو میبره به فرودگاه و پرواز میره، پرواز میکنه ساعت 2 بلند میشه و مسیری رو عبور میکنه به 10 ساعت به هونالولو در هاوایی. آها از اون ور بله میره. و اختلاف ساعت با هونالولو 21 ساعته و وقتی که هواپیما میشینه اونجا حدودای ساعت 5:30 هست که میشینه اونجا، دوباره 5 ساعت مونده به سال تحویل و دوباره این مراسم رو یه بار دیگه شامپاین و شراب و کباب و اونجا بپاس. بله اما نگاهی به بلیت این قیمت هم بگیم که اگر میخواید هواپیما رو اجاره کنید که با شرکتتون یا خودتون و خانواده برید، قیمتش از 250,000 یورو یا اینکه نفری 25,000 یورو، چیز نفری 2500 یورو اگر میخواید که چیز کنید. کل هواپیما چند؟ 250,000 یورو، یعنی 2.5 میلیون کرون. خیلی ارزون که یه بار دیگه بریم سال نو رو جشن بگیریم. سال نو رو یه بار دیگه خب نگیریم. میگن خاویار ایران و شراب و شامپاین و خلاصه. بسیار بله بسیار خوشبال پول دارم. 2398 درود بر شما، بفهمید خواهش میکنم. سلام جناب آقای ولی، درود به شما. این سوالی که من پرسیدم سوالا چند دین نفر پرسیدن، همیشه هم جواب هیچ اشکالی نداره. من متوجه این دقیق نشدم. ببین من یه آیفون 16 گیگابایتی دارم که این آیفون الان به حافظش میزنه پر شده درسته، ولی توی آی کلودش که 5 گیگ فری داره این خالیه. الان تو آی کلود زده مثلا 7 میگ از اون 5 گیگ پر شده و خالی هست. خاله حالا مشکل من اینه، من فرق این آی کلودی که الان خالی هست با این حافظه گوشیم که پر هست نمیدونم فرقش چیه. چرا من نمیتونم از گوشیم الان استفاده کنم؟ دو تا عکس میگیرم پر میشه، در صورتی که آی کلود من خالیه. اوکی خب گوش کنیم ببینین هر جا ولی سوال پیش اومد از فرانک. بله سوالی بسیار جالبی کردید، سوالی بسیار جالبی کردید و این موزل و مشکل همه این ببینید ما این رو همونطور که خودتون هم اشاره کردید تا این بار توضیح دادیم و داستان خیلی ساده است و یک کانسپت و یک ایده استثنایی است از کمپانی اپل و اون این است که محفظه‌ای که شما در آیکلاد دارید آینه است از محفظه‌ای که در موبایلتون دارید. این به این معنی است که شما نمیتونید روی موبایلتون که الان 16 گیگابایت هست بیایید مثلا 12 گیگابایت مطلب پر کنید و در آیکلادتون همونطور که گفتید 5 گیگابایت جا دارید. اون محفظه‌ای که اول پر میشه شروع به فرستادن ایراد و ارور مسیج میکنه. این به این معنی است که اگر شما از یه دستگاه دیگه یا از یه طریقه دیگه برای مثال این آیکلادتون رو پر کنید بعد موبایلتون خالی باشه، همین فیل مسیج و همین ارور مسیج میاد و شکایت میکنه و ایراد میگیره از اینکه آیکلادتون پر شده در حالی که موبایلتون خالیه. این به این معنی است که شما، حالا به سوال شما هم بعد به اون قسمت دوم هم جواب میدم که چرا اونجا خالیه و در موبایلتون پر است. بنابراین من که میرم یک تلفنی رو از کمپانی اپل میگیرم، قبل از اینکه برم تلفن رو بخرم باید فکر کنم آیا من میخوام خیلی عکس بگیرم، آیا من میخوام خیلی فیلم بگیرم. اگر یه همچین آدمی هستم که خیلی عکس میگیرم، خیلی فیلم میگیرم و اینها، اون موقع باید موبایلی رو بگیرم که دارای محفظه بیشتری هست، یا بیشترین رو بگیرم یا اونی که بیشتر محفظه داره، مثلا به جای 16 32 یا 64 رو. و اگر من
دو تا موبایل دارم، یه آیپد دارم که یکیش مثلا 32، یه آیفون هم دارم که اون 32، اون موقع باید جای محفظه آیکلاود رو که میخرم باشه مجموعه این دوتا، یعنی 64 تا. بله، اگر یکی باشه اون موقع وقتی که شما میایید با اون، اگر من برم 32 گیگابایت محفظه آیکلاود بخرم که برابر است با محفظه آیکلاودی که در با محفظه که در آیفون هم دارم که مثلا 32 گیگابایت است، وقتی که من شروع کنم عکس گرفتن با اون آیپدم یا آیفونم که 32 گیگابایت جا داره، هر یک عکسی رو که میگیرم در آیکلاودم میره. بعد همینطوری که محفظه موبایل شروع به پر شدن میکنه، محفظه آیکلاود هم پارالل شروع به پر شدن میکنه. و هر کدومو که من بیام خالی کنم، اگر بیام محفظه آیکلاود خالی کنم محفظه موبایلم خالی میشه، و اگر محفظه موبایلم خالی کنم محفظه آیکلاودم خالی میشه. برای این دوتا پارالل هستن و عکس یا کپی یا ایمیج همدیگه هستن که با هم میرن بالا با هم میام پایین. حالا شما یک موبایلی دارید که 16 گیگابایت محفظه داره و اپل اومده به کاربراش گفته که من به همه 5 گیگابایت جای مجانی میدم، و این استراتژی و این کار استثنایی و بیزنس و افش ایده کمپانی اپل این است که همه میرن شروع میکنن با موبایلشون که مینیمم 3 برابر بیشتر از آیکلاودشون جا داره، میرن بعد شهرش میخرن و شروع به عکس کردن میکنن، اما نمیدونن که پس از این که موبایلشون که 16 گیگابایت جا داره 5 گیگابایتش پر شد، همین 5 گیگابایت روی آیکلاود هم پر میشه و یا هر دو یا اونی که زودتر پر شده شروع به شکایت کردن میکنه به کاربر که الان محفظه من پر میشه. حالا خیلی‌ها میان به صورت اشتباهی با اینکه یک آیفونی دارن که 16 گیگابایت جا داره، میرن 50 گیگابایت محفظه آیکلاود میخرن، میرن 100 گیگابایت محفظه آیکلاود میخرن، میرن 1 ترابایت محفظه آیکلاود میخرن، فکر میکنن که میتونن عکس‌ها رو کپی کنن روی آیکلاود بعد از روی موبایلشون پاک کنن، که این یک اشتباه است. همچی کاری رو نمیتونید کنید و این دو محفظه با هم بالا میرن با هم پایین میان، مگر اینکه شما اینها رو از هم جدا کنید و بکاپ و سکیوریتی کپی تصاویر و ویدیوها رو خاموش کنید، که این کاری است که شما در موبایلتون کردید. شما وقتی که میرید در موبایلتون قسمت سیتینگ، قسمت آیکلاود، اگر نگاه کنید قسمت پیکچر و ویدیو رو حتما اشتباهی خاموش کردید، و این به این معناست که موبایلتون پر شده، هیچ بکاپی از موبایل گرفته نشده، به احتمال زیاد کانتکتاتون بکاپ نیست، به احتمال زیاد کلندرتون بکاپ نیست، و به احتمال خیلی زیاد و مطمئنن، یعنی اصلا در واقع هیچ بکاپی ندارن. یعنی اگر موبایل یک روزی از دست بدید، برید یه موبایل جدید بخرید، همه کانتکت ها و همه چیزاتون از بین میره. بنابراین کاری که شما باید کنید این است که هر چه زودتر یا باید این تلفن رو به یک کامپیوتری وصل کنید از طریق برنامه آیتون، یک بکاپ کامل از کانتکت ها، ویدیو، تصاویر و ستینگ ها و حتی اس ام اس ها. برای خیلی از افراد نوت ها و اس ام اس ها خیلی مهمه، پاسورد توش نوشتن، نمیدونم حساب بانکیشون رو توش نوشتن، همه رو بکاپ کنید روی یک کامپیوتر، بعد برید موبایل رو پاک کنید، یا اینکه همین الان میز روی قسمت آیکلاود اکسترا استوریج میخرید، اون ستینگ ها رو درست اکتیویت میکنید و موبایلتون از طریق اتصال به وای فای پس از یه حدود نیم ساعت 40 دقیقه بکاپ میشه روی این چیز، روی این آیکلاود. ولی اشکال شما این است که خود موبایل هست که الان پر شده. شما کاری که باید کنید این است که میتونید برید و تلفن رو به کامپیوتر وصل کنید و عکس ها رو خالی کنید و ویدیو رو خالی کنید. من بیشتر اپ داخلش هست که اینو پر کرده. خب ببینید، معذرت میخوام، من یه سیاست بله. میگم همون اپایی شما... که شما گفتید که مثلا همون شما اولین کاری که باید بکنید، چون تلفنتون 16 گیگ، باید بریم به اندازه بیشتر از 16 گیگ توی آیکلاود محفظه بخرید. اوکی، یعنی من فکر کنم آقای فرانک چند الان 32 گیگابایت بعد دارن میخرن. الان 64 هست و بعدم 100 گیگابایت و نه دیگه 100 هست، مثل که 20 هم هست الان. 20 و مثل که 9 دلار، 9 چیز درسته، 9 کرون. بله، مثل که 9 کرون در ماه باید بدین. 10 کرون، 10 گیگا، 9 کرون، 50 گیگ، باری کرد 50 گیگ. شما اولین کاری که میکنید میرین تو تلفنتون، میرین تو اون قسمتی که آیکلاود میتونین بخرین، میزنین اول یه 50 گیگی میخرین ماهی 9 کرون. اوکی، بعد میرین سکرهیت کپیتون رو اکتیو میکنید که از تمام تلفنتون و عکساتون و اینا یه بکاپ برداره. میدونین خوبیش به چیه؟ اگه تلفن شما الان بیفته تو جوب آب خراب بشه، برین یه تلفن نو بخرین، یه دکمه میزنین، تمام چیزا برمیگرده سر جاش. این کجا هست گفتین؟
الان میرین توی این فقط کافیه. شما وقتی که موبایل جدیدی رو تعیین کنید، به محض اینکه لاگین کنید با شروکی که روشنش کنید، اولین سوال که میکنین شما کجا زندگی میکنید. حالا الان نو نیست تلفنشون دیگه، الان نه گفتی میخوام. اگر بدن یه نو بخرن چیزا برگرده. بعدم که موبایل سوال میکنه که الان که میخوام ریستور کنم اپل آی دی تون و پاسوردتون رو بدید. بعد سوال بعد اینه که این موبایل موبایلی جدید یا میخواد از یک اپل آی دی این رو ریستور کنید، که میرسیم به جواب آقای آزادی که شما انتخاب میکنید که میخوام ریستور کنم. خب آقای فرانکین بکاپ کجا بود؟ بکاپ آی کلاود، بعد قسمت بکاپ سکیوریتی بکاپ، اون آیکون سبز رنگ پایین آی کلاود میرید پایین تر، آی کلاود بکاپ نوشته. بله سبز بعد آی کلاود بکاپ رو که روشن کنیم نوشته استارت آی کلاود بکاپ، اونو باید یه بکاپ کلی بگیریم. تلفن باید به وای فای وصل باشه، باید روش. در اپل در آی کلاودتون محفظه به اندازه کافی داشته باشید. دقیقاً همون پایین هم نوشته آی کلاود سکیوریت کپی. بله تازه این موبایل شروع به بکاپ شدن میکنه به آنلاین، و چون 16 گیگابایت است بستگی به سرعت وای فایتون داره، از 20 دقیقه تا 2-4 ساعت ممکن طول بکشه. ولی بعد که این کار کردید هنوز مشکل نشده. مشکل اصلی این است که شما تلفنتون جا نداره، دیگه نمیتونید عکس بگیرید، آپدیتش نمیتونید کنید، هیچ کاری نمیتونید کنید. پس از اینکه در آیکلاود هست همه چیز بکاپ شد، یا اینکه شما میتونید برید الان اپایی که گفتید پاک کنید، عکس‌ها رو پاک کنید، این آپشن هم دارید. و اینکه به هر حال باید این رو به کامپیوتر وصل کنید. ولی یادتون باشه، فکر نکنید اگر بکاپ برداشتید روی آی کلاود حالا میتونید برین عکسای تلفنتون رو پاک بکنید و شروع کنید به گرفتن. برای اینکه اگه اینو رو از توی تلفن پاک کنید، از توی آی کلاود هم پاک میشه. بله حالا یه چیزی، آی کلاود وقتی من همیشه این فکر رو میکردم که وقتی بکاپ میخوای بگیری حدودا 2 گیگابایت حافظه میگیره. این 2 گیگابایت اجازه حرفو چیه؟ چرا حدودا یه 2 گیگ حالا یه خوره کمتر، یه ذره ستینگای شما احتمالاً به ستینگای خود موبایل اشاره می‌کنید، موبایل که حتی خالیه هیچی روش نیست اونقدر که نه، ولی خب یه ذره نزدیکای اون. من فکر می‌کردم همیشه که اون مقدار از حافظه رو که وقتی بکاپ می‌گیریم اون از کل حافظه گوشی کم میشه، ولی مثل که اینجوری نیست، فقط اون مقدار توی آی کلاود میره. درسته؟ یعنی بکاپ ما از حافظه آی کلاود اشغال میکنه. نه نه نه، هر دوتا دیوایس بکاپشون و استوریجشون پارالل بارا میره، پارالل پایین میاد. آه اوکی درسته. یعنی فراموش نکنین این اشتباه رو، خیلی ها این اشتباه رو کردن، فکر میکنین الان چون آی کلاود خریدین من برم عکسامو الان پاک بکنم دیگه تو تلفن دیگه برم دوباره عکس بگیرم، اونا هم پاک میشه. اما میره در وقتی که من برم اشتباهی روی تلفنم، فرض کنید من میرم با یه آیفون دارم میرم 200 تا عکس میگیرم، بعد یه آیپدم دارم و اینا دوتا همدیگه اینا وصلن به یک اکانتی در آی کلاود، عکسایی که من با آیفونم میگیرم هم روی آی مک هم میتونم ببینم، هم روی مک بوک هم به اونا دسترسی دارم و هم روی آیپدم. و از روی هر کدوم از اینا که من این عکس‌ها رو پاک کنم، از روی همه دیوایس پاک میشه و حتی از دیوایسی که این عکس‌ها رو گرفته، چون همه این کنترل و ادمینستریت میشه از طریق آی کلاود. بنابراین شما اگر برید چیزی رو اشتباهی پاک کنید، میره در آکلاد در محفظه قرار میگیره و ظرف 45 روز فرصت دارید که اون رو برگردونید. اگر نه ظرف 45 روز، بعد از 45 روز از روی اونجا هم پاک میشه و دیگه دسترسی بهش نخواهید داشت. خب پس این چه فایده ای داره من وقتی بکاپ میگیرم از یه جا پاک کنم پاک میشه؟ این بکاپ پس به چه درد من میخوره؟ خب این بکاپ نیست، این برای اینه که اگر تلفنتون گم شد در جای یه دکمه رو بزنید همه بگه سر جاش. اگه یا رفتین یه آیپد دیگه هم خریدین اوکی. تو اون بزنین درجا هر چی تو تلفن بود بره توش. آره. این بکاپ نیست، این یک نوع سرویسیه که به شما میدن که شاید ما اینجا حالا اشتباهی به اسم بکاپ اینو میگیم. نه خب بکاپ هم واسه یک کمپانی هست که اومده و این موزل و این مشکل رو مورد نظر قرار داده و انقلابی کرده و کاری کرده که این موضوع رو ازش رهایی پیدا میکنید، و اون این است که شما میرید با موبایلتون که با اینکه 16 گیگابایت داره هر چقدر که میخواید عکس میگیرید، بعد از اون عکس ها بکاپ بله بله و بعد همه عکس ها رو از روی موبایل پاک میکنید، ولی عکس ها در گوگل فوتو قرار گرفتن. به شرطی که دو آپشن دارید وقتی که این کار رو انجام میدید، اگر در گوگل فوتو ستینگ تنظیم کنید که من
اجازه میدم که شما کوالیته عکسای من رو یک ذره بیارید پایین، اون موقع این جا نامحدود و بی‌نهایت است. اما اگر در موبایل در ستینگ ها بگید که من میخوام اوریجینال کاپی رو بکاپ بگیرم، اون موقع جاتون مجانی 15 گیگابایت است. ولی احتیاجم نیست، من بهتون بگم اصلا احتیاجی نیست. بله. خیلی هم هست، خود 15 گیگا هم خیلی. نه 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 نه، به خاطر اینکه چشمان یک انسان فرق اون عکسیو که شما اورجینال گرفتین و مثلا فرضاً 20 مگ با یه عکسیو که این کوالیتی رو یه ذره کم می‌کنه مثلا میشه 5 مگ، چشم ما فرقش رو نمیتونه ببینه. ولی برای کار ادیت کردن آره. بله مثلا ولی... اینو تو دقیقاً آقای زاده درست گفتن، وقتی که مراسم ممکن عروسی باشه، مراسم فارغ التحصیلی باشه، مراسم تولدی باشه، خب ما می‌خوایم که رفتیم با یه دوربین 20000 کرونی که داریم عکس می‌گیریم یا با آیفون X که داریم عکس می‌گیریم، می‌خوایم که کوالیتی عکس‌ها پرفکت باشه، عالی باشه و این مومنت و این چیز رو، این لحظات رو در تاریخ نگه داریم و داکیومنت کنیم. اون موقع باید خب دوربین بهترین باشه، بکاپ بهترین باشه. بله. ولی کاری که جالبه، گوگل فوتو از دو طریق خیلی انقلابی کرده در این زمین. یکی این که نه فقط میتونید عکسایی که با های کوالیتی گرفتید بعداً از اون موبایل پاک کنید و جا رو باز کنید برای گرفتن عکسای دیگه و اینا بکاپ میشه و همزمان پارالل از روی گوگل فوتو پاک نمیشه، بلکه این سیستم پلتفرم ایندیپندنت هست. این به این معنی است که گوگل فوتو رو من میتونم روی اپل بذارم، روی تلفن پروداکت های اپل، روی پروداکت های اندروید و روی یک کامپیوتر سیستم های ویندوز. این هست که این رو جدا میکنه. این در حالی است که اپل آیکلاد فقط مختص پروداکت های اپل هست. بعد یه موضوع دیگه، من با همین اپل آیدیم که رو موبایلم هست، یه آیپد دیگه هم با همین اپل آیدی دارم استفاده میکنم. بله. آیا این دوتا با هم دیگه وقتی استفاده میشه باز تأثیر رو سرعت موبایلم داره؟ روی سرعت نه، ولی محفظه مشترک بین اینا. آره. این به این معناست که شما اونجا اپ اضافه کنم روی اون آیپد روی تأثیر گذاره. بله. روی شما اگر 10 تا دیوایس هم داشته باشید در 10 کشور مختلف جهان و در توی اینها با یک اپل آیدی لاگین کرده باشید، هر کاری که روی یکی میکنید روی دیگران هم انجام میشه. شما میتونید الان بشینید جلوی یک مکبوک، روی یک داکیومنتی شروع کنید به نوشتن، کار کردن، یه عکس هم بگیرید، بعد تلفن زنگ میزنه، میپرید سوار ماشین میشید یا میرید سوار هواپیما میشید، در فرودگاه همون داکیومنت رو ادامه بدید توی آیفونتون، بعد میرید خونه دوستتون، لاگین میکنید تو اکانتتون در آیپد اون و همون داکیومنت رو روی اون ادامه بنابراین به این صورت کار. البته یه چیز دیگر هم فراموش نکنید، اگه شما یه دونه تلفن دارید که 16 گیگه، بعد برین یه تلفن 32 گیگی بخرید، بعد همون اپل آیدی لاگین بکنید، بعد که اون تلفن 32 گیگ از 16 گیگ بالاتر میره، این یکی هی میگه جام کمه. آره دقیقاً. یادتون باشه اینا همه چی باید با هم پارالل باشه. بله، اما ما این موضوع رو هم اینجا توضیح بدیم که تمام این ستینگا رو میتونید ببندید و میتونید این اکتیویت کنید. اینا هیچ کدوم از اینا مندیتوری نیست، یعنی زوری نیست. شما میتونید برید همین ستینگا رو خاموش کنید، همین کاری که الان کردید. شما رفتید گفتید که من آیکلادم رو اصلا، شما کانکشن رو بستید، یعنی هیچ بکاپی روی آیکلاد انجام نمیشه و شما گفتید من خودم میخوام این محفظه رو انجام بدم، بیاین کار کنم. خیلی ها میان این کارو انجام میدن و گهگوداری تلفن رو به کامپیوتر وصل میکنن، عکس ها رو خودشون جابجا میکنن، بعد بکاپ میگیرن. خیلی ها NAS سیستم های NAS نتورک اتچ استوریج رو به نتورک کمپانی یا به خونه وصل میکنن، بعد اون رو میکنن مثل بکاپ اپل آیدی شون و با اون کار میکنن. خیلی ها از گوگل فوتو استفاده میکنن. ولی در رابطه با گوگل فوتو ما این موضوع رو هم اشاره کنیم که اما اگر برعکس انجام بدید، یعنی من برم روی گوگل فوتو و یک عکسی رو پاک کنن، اون موقع اون عکس هم از روی گوگل فوتو پاک بشه و هم از روی موبایل. ولی اگر اون عکس رو، اون ویدیو رو از روی فقط موبایل پاک کنم، کپیش در گوگل فوتو میمونه. این خیلی مسئله هست. بعد یه میتونم سوال دیگه بپرسم؟ بفهمید خیلی خوبه. ببخشید یکم طولانی شد. من الان میخوام یه موبایل نو بگیرم. بهترین کاری که میتونم بکنم که تمام این اطلاعاتم بیاد رو موبایل جدید و این موبایلی که الان استفاده میکنم کامل همه چیش هست بشه، اینو بدم به یه نفر. آفرین. که اون با یه اپل آیدی خودش وارد. بهترین کار چیه؟ بهترین کار این و ساده ترین و بهترین کار و مطمئن کار ترین کار این است که به اندازه حداقل اون موبایل جدیدی که استوریج داره، مثلا اگر 64 گیگابایته، اون موقع شما باید بدید 100 گیگابایت آیکلاد بخرید، موبایلی رو که هم اکنون دارید رو بکاپ کنید کامل در آیکلاد از طریق یک وای فای و در همون اپ به شما وقتی که روی بکاپ
آیکلاود فشار میدید به شما میگه که آخرین بار آخرین بکاپ کی انجام شده. وقتی که به شما گفت آخرین بکاپ مثلا 5 دقیقه بعد انجام شده، اون موقع شما موبایل جدید رو باز میکنید، این رو به یک وای فای یا همون وای فای وصل میکنید. اولین سوال این است که از کجا میایید، زبانتون چی هست، اینا رو که انتخاب کردید. سوال بعدی اینه که با اپل آیدی و پاسوردتون لاگین کنید. بعد که این کار کردید، سوال بعدی که موبایل جدید میپرسه این است که الان این اپل آیدی یک بکاپی داره 2 دقیقه پیش یا 5 دقیقه پیش یا 1 هفته پیش، آیا میخواید از یکی از اینها رو انتخاب کنید، این موبایل رو ریستور کنید، یا اینکه میخواید این یک موبایل جدیدی باشه؟ شما میگید من انتخاب کنید، میگید من بکاپیو که یه روبه پیش بوده اونجا میبینید، اون رو انتخاب میکنید. بعد که زدید، بعد از 2-3 ساعت تمام اطلاعات این موبایل قدیمی، شماره تلفن هایی که زنگ زدید، شماره هایی که اومده، نوتتون، عکس ها، ویدیو ها، اپ ها، همه به غیر از موبایل بانک آیدی و لاگین اپ های بانک و سکیوریتی، اینا رو باید دوباره اینستال کنید. همه منتقل میشه رو، همه میاد تو تلفن جدید. بعد که همه اومدن اونجا، بنابراین ما یک کاپی و بکاپ روی آیکلاود داریم و یک کاپی و بکاپ هم روی نسخهش روی موبایل جدید داریم. بعد میرید از موبایلتون لاگ آوت میکنید در قبلیمیه و ریسیت میکنید به میرید توی آیکلاود دوباره تو هم قدیمیه میزنین لاگ آوت میکنید. بعد که لاگ آوت کردین میرین تو همون قسمت آلمنت میرین اون پایین نوشته نول استل، دقیقاً دونه دوم انتخاب میکنید که نوشته همه چی پاک بشه، اونو که بزنین تلفنتون میشه یعنی تلفن نو. بسیار. یعنی نفر بعدی که تلفن شما رو میگیره دوباره همین پروسس رو چیز میکنه. خب چی فرق میشه؟ موقع ریستار کردن پس باز دو حالت داره، دو میزنیم همه رو پاک کنه، ریستار نه نول استل کردن، فکتوری ریست. آره. چون اونجا دونه اولی فقط میره اینستلینگ ها و اینا تو رو پاک میکنه، ولی دونه دومی کمپلت تمام تلفن و تصویر و همه رو پاک میکنه. اینو مهمه. موفق و پیروز باشید. ممنون، خیلی لطف کردید. خدا نگهدار. درود به شما. 9843 بفرمایید بر روی خط هستید. سلام آقای آزادی، امروز ما میتونیم آگهی تجارتی پخش کنیم؟ چه کنیم؟ یه خونه تو بردنگ عزیزم، ساعت 4 بعد از ظهر، همینجوری که آدم هر موقع خواست که نمید، ساعت 4 بعد از ظهر، 4 خواهیش من قول برین تو 23-98 بفهمید. خواهیش من. الو الو، سلام علیکم. لطف کنید صدای اون رادیو اینا رو کم کنید. مرسی. ببخشید. سلام علیکم آقای با درود به شما. خسته نباشید. من یک مشکلی داشتم، این آیپد من وقتی که من از طریق تلگرام مسیج میفرستم این حروف لاتین با صدا تکرار میشه، اینو خواستم ببینم چیکار میتونم بکنمش. حروف لاتین با صدا تکرار میشه؟ بله، یعنی مثلا من میزنم که من، اونم میگه ام آ ان، بعد میگه من. شما بله. رفتی اون دیکتیشنش رو روشن کردی. خب آیفون. بله، شما کاری که باید کنید است که در ستینگ های حتما، یا شما یا کسی رفته روی ستینگ ها و اونجا برای سیستم های اپل فانکشنایی داره برای افرادی که در رابطه با شنوایی، در رابطه با بینایی و غیره، که این تکست ها خونده میشه، دگما رو میخونه، همه کار میکنه، که این رو رفتید و اکتیو کردید و این رو باید برید ببندید. باید به قسمت ستینگ وارد بشید. بعد آقا بله. در قسمت ام اس که چیز درست هند چیز اگه که من اشتباه نکنم تو قسمت آلمنت، بله، بعد میرین اونجا به یلپ میدل نوشته، یلپ میدل، بله، البته در اجازه بدید آلمنت، بعد میرین توی یلپ میدل هلپ فانکشن هم چیز مثل یکیش نوشته تال. چجوری اینجوری شد؟ کسی دست زد؟ خود به خود این به این شکل در اومد، نمیدونم اعصاب خراب کنه. نه اینو راحت میتونیم بریم ببندینش. بس برم توی یلپ میدل؟ بله. بعد که رفتی توی یلپ اونجا یه دونش نوشته تال. بله. روشنه الان؟ الان برین توی تال. نه خیر، من ندارم الان، همراهم نیست. آها خوشه. بله. آها، من میرون اونجا نوشته لس اوپ مارکیرینگ، لس اوپ خرم، لس اوپ، تمام اونجا رو میتونیم بریم اونا رو ببندینش. بله، ببندم همشو. بله بله. بله، خیلی متشکرم. موفق و پیروز باشید. قربان شما. خدا نگهدار. خب آقای فرانک چی داشتیم؟ بله، پول چی بود قضیه؟ پول، شراب، خاویار، اینا چی بود؟ خاویار و شراب و کباب و بله، میریم به کمپانی سامسونگ و نگاهی داریم به جدیدترین وای وای پتن. ببخشید آقای فرانک، معذرت میخوام، معذرت. یه اس ام اس داریم، نوشتن بکاپ فرام سامسونگ تو کامپیوتر،
تلفن سامسونگ رو چجوری توی کامپیوتر بکاپ بگیرم؟ بله این هم سوال بسیار خوبیست که بستگی به با این سوال نوع درست بستگی به نوع موبایلی که دارید به سایت کمپانی سامسونگ میرید و آقا زادی جدیدن برنامه‌ای دارن، برنامه جدیدی دارن که نمیدونم. من اصلا باید برید اونجا قسمت ساپورت و بگید که من یک موبایلی دارم، بعد اسم موبایل میاد، بعد زیرش نوشته نتلت نگر یا درایور دانلود درایور، اونجا میرید و اپلیکیشنی رو که لازمه دانلود میکنید و برای اینکه تلفنشون رو بکاپ بگیرن رو تلفن به کامپیوتر اینستال میکنید، بعد موبایل رو که وصل کردید اون برنامه شما رو کمک میکنه که این رو اسمش نمیدونین چیه؟ بعد 3-4 نوع مختلف برنامه است و این بستگی داره به نوع موبایلی که دارید. اما یکی از ساده ترین کارهایی که میکنید کنید درست همین سیستمی که کمپانی اپل با آیکلاد داره، دقیقاً همین رو با کمپانی سامسونگ هم داریم. شما در موبایلتون وارد میشید، در قسمت ستینگ میتونید دو کار کنید، یا یک سامسونگ اکانت درست میکنید و اون سامسونگ اکانت تمام اطلاعات موبایل شما، اپ ها، اس ام اس ها، نوت ها، همه رو سامسونگ سمارت سویچ اگه بله دقیقاً سامسونگ سمارت سویچ. از این طریق، یعنی یکی از طریق این است که آقای زاری الان اسم برنامه رو گفتن، با اتصال به یک کامپیوتر ویندوز. اما طریق دوم که بهتر و راحت‌تر است، ستاپ کردن یک سامسونگ اکانت است، یا ال جی همین رو داره، لنوو، یعنی خود تو خود تلفن، همه کمپانی‌ها مال خودشون رو دارن. اما به دلیل اینکه سیستم اندروید پلتفرمی است که از طریق کمپانی گوگل روی همه این تلفن‌ها هست، از اون طریق هم میتونید این کار رو انجام بدید با داشتن یک گوگل اکانت که مثلا من الان دارم. من الان توی موبایلم سامسونگ اکانتی ندارم، ولی یک گوگل اکانتی دارم و تمام کانتکت های من، کلندر من، عکس های من، همه چیز، ستینگ ها، همه چیز بکاپ در گوگل، در جیمیل اکانت من. برابر این در سیستم های اندروید دو آلترناتیو دارید، یا با کسی که مانیفکتچر اون دیوایس هست کار میکنید، سامسونگ، ال جی، لنوو و هوایی و غیره، یا HTC، یا اینکه با گوگل کار میکنید که روی همه اینها مشترک است. اینجا یک اشکال و یک خوبی داریم. اشکال اون این است که وقتی که با سامسونگ کار میکنید، خب سامسونگ کار میکنه که شما وقتی که فردا خواستید یک موبایلی بخرید، یک موبایل سامسونگ بخرید که بتونید بکاپ رو به راحتی برگردونید. اما اگر گوگل رو انتخاب کنید به عنوان سیستم بکاپتون، اون موقع من اگر فردا برم یه دفعه یک آیفون بخرم، یا یک تلفن HTC بخرم، یا هوایی بخرم، یا LG بخرم، به دلیل اینکه سیستم گوگل روی این همه این پلتفرما، یا همونطور گفتیم چیز هست، چیزی نداره به اینکه چه پلتفرمیه، وابستگی نداره، اون موقع روی همه میتونم کار. من فردا میتونم برم یک آیفون بخرم، فقط کافیه با اکانت گوگل هم اونجا لاگین کنم، تمام کانتکت هام، عکس هام، ستینگ هام، همه چیز رو برمیگرده روی آیفون. بسیار خب، دیگه اس ام اس هم نداشتیم، بفهمید صحبت خبر این بس بود که در ضمن فقط بگم که حدودا 8 دقیقه میشه. آقای زاری هنوز سال جدید شروع نشده، وقت ما از بس زاره خاویار و شامپاین زاد. بله حالا بفهمید، دو رقابت استثنایی رو در مارکت داریم با اختلاف چند روز، و اون جنگیست بین جنگ پتنت ها بین کمپانی اپل و سامسونگ. در دو هفته پیش بود که کمپانی سامسونگ پرده برداری کرد از پتنتی که ثبت شد به اسم این کمپانی در رابطه با دیسپلی که یا خرم هایی که میتونید رول کنید یا بپیچونید دور هم، شبیه یه دونه مثلا همین دیسپلی کامپیوترتون یا دیسپلی موبایلتون رو بتونید بپیچونید، یه لوله کنید این رو، مثل یه دستمال کاغذی که میپیچونید، یا سیگاری که اون دستگاه است که کاغذ میذاره سیگار میپیچونه، همون کارو میکنید با دیسپلی تلفنتون انجام بدید. و چند روزی نگذشت که کمپانی اپل هم همین پروداکت رو و همین تکنیک رو موفق شد به ثبت برسونه از نوعی دیگر و پتنت دیگر. بنابراین هر دوی این کمپانی ها فکر میکنیم که در آینده نه چندان دور با موبایل هایی به بازار خواهند آمد که شما قادر هستید اینا رو تا کنید، بپیچونید، بذارید تو جیبتون، یا بله فکر میکنیم که در این راه هستیم. این از این. و این رو هم بگیم که در یک خبر دیگه هم براتون داریم، و اون در رابطه با فروش کمپانی اتومبیل های کمپانی ولوو هست که در سال 2017 رکورد زد از مرز 580,000
اتومبیل ولوو فروخت در سال 2017 که باور نکردنی. میدونی که در سال 2017 بیشترین تعداد فروش ماشین در سوئد هم داشتیم. دقیقاً. نه ولوو، کلاً همه ماشین. اینقدر مردم ماشین خریدن سال 2017. بله، و اینم از این خبر استثنایی در رابطه با کمپانی ولوو که چقدر دنبال آدم میگرده، چقدر میخوان استخدام کنن و چقدر و اینکه حدود تقریبا 1800 کمپانی در سوئد هستن که به نام میگیم اوندر لورنتور، یعنی که اونها هم به با این چیز قدرت اقتصادی ولوو وضع اونها هم خوبه. کمپانی که پیچ و مهره رو درست میکنه، کمپانی که گلگیر رو درست میکنه، کمپانی که نم روغن رو درست میکنه، کمپانی که به خصوص کمپانی آتولیف که پتنت تکنولوژی چیزها رو داره، اون ایربک ها رو داره، همه خلاصه این وسط پولهای میلیاردی میسازن و بعدم که اونایی که استاک این کمپانی رو دارن که شاید اصلا در کمپانی کار نکنن، ولی به هر حال وضع اونها هم از این طریق خوب شده و بسیار خوب شد. آقای فرانک، یکی از دوستان سوال کردن که آیا این اکانتی که در سامسونگ گفتین مثل اپل یه مقداری مجانی هم میده یا اصلا کلا پولیه؟ دقیقاً سوال بسیار خوبی کردید. توجه داشته باشید که این اکانت مجانی میتونید این رو کرییت کنید و محفظه‌ای داره که فکر کنم آقا زدی فکر کنم 10 گیگابایت باشه محفظه اکانت. محفظه اکانت چیز رو دقیق نمیدونم، ولی بیشتر توجه داشته باشید که هدف بیشتر اون اکانت درست سیو کردن ستینگ ها، اسمس ها، کانتکت ها و غیره است. هدفش بیشتر این نیست که ورداری تمام عکس ها و تصاویر رو آپلود کنید. برای این موضوع سیستم ها و سرویس های بسیار دیگری داریم که در رأس اونها گوگل فوتو هست که میتونید باش کار کنید و رکومند میکنیم که در این زمینه گوگل فوتو انتخاب کنید، چون به مراتب پیشرفته تر و بهتر و ادوانس تر و راحت‌تر از سیستم‌های سامسونگ. خب دوستی نوشتن من چطوری میتونم یه نفری که برام هی ایمیل میفرسته رو یه کار کنم دیگه ایمیل نفرسته؟ این هم سوال بسیار خوبیه که برمیگرده به این که چه ایمیل آدرسیه. ما امروز می‌دونیم که حدود 3 کمپانی هستن که در رأس امور و جهانی سیستم‌های ایمیل هستن. جیمیل از کمپانی گوگل رو داریم، آوتلوک از مایکروسافت داریم و آی کلاود رو داریم از اپل. اینها سیستم هایی هستن که بسیار سافیستیکیتد هستن. شما قادرید فقط لاگین کنید در یکی از این جیمیل اکانتاتون یا آوتلوک یا آی کلاود و سیستم های بسیار قوی هست برای اسپر کردن، استاپ کردن و جلوگیری کردن از نامایی که نمیخواید که بیاد. اما اگر ایمیل دارید از یه شرکت دیگه ممکن که چیکار باید بکنم؟ مثلا جیمیل دارن چیکار کنم؟ اون موقع باید به قسمت جیمیل وارد بشید و در اونجا ایمیل رو مارک میکنید و در بالا میرید میگید که این اسپم هست و یا میرید فیلتر میکنید میگید که من از این سرور یا از این فرستنده دیگه نمیخوام برای من ایمیلی بیاد. اگر بیاد مستقیم یا همه رو پاک کن یا مستقیم همه رو به آرشیو بذار یا مستقیم همه رو به یه مپ دیگه بفرست. خیلی کارو میتونید کنید. بعضی از ایمیل هم که میاد خودشون زیر زیرش نوشته اگه میخواین دیگه ما ازتون ایمیل نفرستیم اینجا رو یه کلیکی بکنید. بله اینم مسئله خوبه، ولی دقت کنید که خیلی از کمپانی ها میان از این موضوع سوء استفاده میکنن، برای شما اسپم میفرستن و چون نمیدونن که یک ایمیلی هست که اکتیو هست، وقتی که برید این آپشن رو انتخاب کنید اون موقع برای اون فرستنده نامه میره یا اکتیویشن کدی میره که این اکانت اکتیو است و کسی پشت این اکانت است. اون موقع ممکنه یا اکانتتون رو بفروشن به دیگران یا اینکه تازه شروع کنن اسپم ها رو فرستادن، چون میدونن یه نفر واقعا اونجا اینا رو. پس اون کار خوبی نیست، بریم مثلا خود ایمیل فرستنده رو اسپر کنیم. 2398 درود بر شما، بفرمایید. ضمن سلام خدمت شما آقای آزادی. آی فرانک، درود به شما. آی فرانک، شما چند برنامه قبلش فرموده بودین که این در مورد امنیت یاهو، بله ظاهرا امنیتش خوب نیستش. بله دقیقاً درسته. بله احتمالاً ما بتونیم این فایلامونو میلامونو منتقل کنیم برای هات میل یا اینکه برای جیمیل آوتلوک. بعد من اینو سعی کردم بعد این امکانات نیستش که ما این فایل ها رو به جز اینکه کانتاکت ها رو ما بتونیم خب بفرستیم برای میل های دیگه. اینو نفرمودین که چجوری ما میتونیم این فایل ها رو بفرستیم برای هات میل یا اینکه جیمیل. بله یکی از کمپانی هایی که بیشترین کمک رو در این زمینه کرده و پیشرفت داده کمپانی گوگل هست با پروگرام جیمیل که اونجا وارد میشید و در قسمت بالای سمت
چپ ستینگ های جیمیل شما قادر خواهید بود که از یک اکانت دیگه مثل یاهو، حتی یک ایمیل تلیا یا هرچی، بگید که من میخوام که ایمیل های من رو انتقال بدی به این اکانت جدیدم. وقتی که برید اونجا این کار کنید، یاهو اونجا هست، تنظیم میکنید، ایمیلتون رو میدید، پاسورد یاهو رو که دادید، تمام ایمیل هایی که در این باکس یاهو هست انتقال پیدا میکنه به این باکس جیمیل. آها، یعنی مثلا الان اگه جیمیل، اول باید برن یه اکانت جیمیل درست کنن، درسته؟ شما باید اکانت دقیقاً جیمیل رو داشته باشید، لاگین میکنید، بعد میرید اونجا میگید که ایمیل های من رو از یک بفینتلیک اکانت موف کن یا کپی کن، سینکرونایز کن با اکانت دیگه، و هر چه زودتر بعد این کار انجام بدید، به دلیل اینکه وضعیت یاهو اسفناکه و بیشتر کمپانی‌ها یاهو رو ترک میکنن، سکیوریتی و امنیتی در کار نیست، تمام ایمیل ها دزدیده شده، این هول اطلاعات و بسیار بسیار وضعیت این ایمیل این کمپانی. خب چرا نمیبندتش وقتی که چیزه؟ مثلا بگه آقا من دو ماه دیگه میبندم دیگه. یه سری استاک هست و یه سری اینوستور هست، یه ذره مشکل این کار انجام بدن و ایده هم فهم کنن که شاید بتونن نجاتش بدن، ولی خیلی ها این رو ترک کردن و از لحاظ رقابت با دیگران در زمینه، شما میدونید که مثلا کمپانی مثل گوگل با پروداکت جیمیل و مایکروسافت با پروداکت آوتلوک و اپل با پروداکت آیکلاود فقط به شما یک ایمیل آدرس نمیدن، بلکه داکیومنتیشن به شما میدن، شما میتونید تمام داکیومنتاتون رو اونجا بنویسید، سیو کنید، به شما محفظه میدن برای کار با عکساتون، میتونید عکساتون رو ادیت کنید، روتوش کنید، میتونید اونجا هزاران کار، یعنی ده ها صد ها این دیگه سرویسه. فقط یه ایمیل نیست. بله، این در حالی است که یاهو هنوز در این زمینه دقیق وارد نشده و به دلیل امنیتی این سیستم هم نداره و خیلی خیلی ضعیفه نسبت به بقیه. بله، پس میرین یه جیمیل درست کنیم از اطلاعاتی که دادیم و از برنامه خوبی که داریم. ممنون از شما، درود و به موفق و پیروز باشید. خب 99. خب آقای فرانک، آخ فرصتی داشتیم میخواستیم از کمپانیای آسانسور سازی بگیم چه خب اونم زود بگیم دیگه، اونم زود بگیم. چقدر وقت داریم؟ فقط آسانسور، بنداز آسانسور میام. دو دقیقه، سه دقیقه بریم دیگه، بریم تا سریع تموم. بله، ما اینجا خیلی سریع راپورت و آماری رو داریم از سال 2017، این که کدام کمپانی‌ها در جهان بزرگترین و مدرن‌ترین صنایع بیزنس آسانسور و الیویتور و آسانسور و این چیز، این پله برقی در جهان رو داریم و چندین کمپانی هستن در این بیزنس میلیاردی، ولی آماری اومده در هفته گذشته در رابطه با فروش و سود سال گذشته تاپ 5 این کمپانی ها و میخوایم ببینیم که از 5 تا 1 چه کسانی هستن و با اینکه تقریبا همه این کمپانی ها در اروپا و آمریکا هستند، ولی مارکت اصلی اینها کشورهای مثل ژاپن، هنگ کنگ، ژاپن، چین، تایوان، سنگاپور و کشورهای آسیایی، ولی خود هدکوارترها و دیزاین، طراحی، تکنولوژی در بیشتر اروپا و در آمریکا. در مقام شماره 5 کمپانی تیزن کروپ رو داریم که تیزن کروپ کمپانیس از کشور آلمان، یکی از قوی ترین و بزرگترین کمپانی های تولید کننده صنایع و تکنولوژی های آسانسور و پله برقی در جهان، و مشترک و چه مشترک این 5 تاپ کمپانی این است که از قدیمی ترین و تاپ ترین افتخارات فرهنگ ها و ملت ها و این کشور ها هستن. برای مثال این کمپانی تیزن کروپ از کشور آلمان در سال 17 مارس، در سال از مرج شدن دو کمپانی که یکی در سال 1891 به نام تیزن بود و کمپانی دیگر کروپ در سال 1811 و اما در سال 1999 بود که اینا مرج شدن و این کمپانی تیزن کروپ رو تشکیل دادن. بنابراین این کمپانی از کشور آلمان بیشتر از 100 خورده سال قدمت داره که در سال گذشته فروش سود این کمپانی بوده 9 میلیارد دلار در جهان. در مقام شماره 4، چهارمین بزرگترین کمپانی آسانسورسازی و پله برقی در جهان از کشور فنلاند است که در اینجا دارای بیشترین تعداد پتنت ها و تکنولوژی است. با اینکه کشور فنلاند کشوری است کوچک
با 4 میلیون در یخبندان، اما چهارمین مارکت جهانی به ارزش 12 میلیارد یورو یا دلار اینها در سال گذشته فروش داشتند و دارای حدود 3000 پتنت در سیستم‌های موتورهای آسانسور و یکی از پتنت‌هاشون محفظه‌های کوچک هست که دارای کوچکترین موتور رو درست و دیزاین کردن که بتونه یک آسانسور رو حمل و نقل کنه. و اینکه داستان‌ها و تاریخ در رابطه با کمپانی کون از کشور فنلاند بسیار زیاده، ولی یادآوری کنم که کمپانی کون در سال 1910 یعنی 108 سال پیش بود، بیشتر از 108 سال پیش بود که این کمپانی در همای شهر هلسینکی کار خودش رو از کارگری و آهنگری و باربری و جرثقیل و بارکشی آغاز کرد با 5 کارمند، اما امروز دارای 64 هزار کارمند در بیشتر از 100 کشور جهان و با فروش هم تو گفتیم استثنایی که باور نکردنی است. خب آقای فرانک، ما دو تا شنونده پشت خط داریم. اول 9843 که قطع کردن. 2380 درود بر شما. سلام عرض می‌کنم. خواهش می‌کنم بفرمایید با فرانک بر روی خط هستید شما؟ شکر. سلام آقای فرانک. با درود به شما. باشه جان. من یه مشکلی داشتم. گوشی تلفن من آیفونه. وقتی که بهم زنگ می‌زنن میسکال نمی‌افته برام. بعدن که گوشیمو باز می‌کنم میرم تو قسمت کال می‌بینم که یه دونه میسکال داشتم. بله. گوشیمو فرو یعنی گوشیم رفت یه گوشی دیگه نو دوباره گرفتم، وقتی که گوشیمو دانلود کردم آوردم بالا یعنی روشنش کردم همه کارش انجام دادم، باز گوشی جدیدم دقیقا مثل همونه. بهم گفتن که شما 10 تا دیگه هم بخرید همونه. بله آقا، لطفا قسمت تنظیم رو شما میدونید که بهشون بگید که این شما رو اکتیویت کنن، چون شما میدونید تلفنتون وقتی که یک سری اینستلینگ های مختلفو دارید، وقتی بکاپ میگیرید با تلفن جدید وصل میکنید، همون اینستالینگ ها میره تو تلفن جدید، ستیکا ریستور میشه. بله. چون میرین در قسمت اینستالینگ ها. بله. بعد میرین در قسمت تلفن. بله. فون. بله. بله نوشته تلفن. بعد نوشته اجازه بدید سامتال پا اندر انهیت اسفارم منه ویدرگو سامتال ونتار او میساد سامتال دوزه چه آیفونی اون قبلی چه آیفونی بود؟ آیفون 6 بود، الان آیفون 8. بله. بنابراین آقا زاده ایشون اونم نداره که یه دگمه کنار اون موبایل. نه بله. ایشون در سیتینگ ها، در همون سیتینگ ها باید این رو برید اکتیف کنید. من ازتون خواهش میکنم برید در قسمت همون اینستلینگ ها تلفن. ببخشید چون الان وقتم خیلی کمه. من یه ذره دل سخته، باور کنید اونجا پیداش میکنم. من انجام دادم، حتی رفتم این استالم رو ریستار کردم، از اول ریست فکتوری کردم، آوردم به روز اول، بهم گفتن این کارو بکن. خب بازم این کار بازم نه این اشتباه، چون شما وقتی که از همونطوری آغازاده گفتم، وقتی که از یک موبایل قبلی این ستینگ رو انجام دادید، همون ستینگ ها ریستور میشن روی یک موبایل جدید. موبایل جدیدم رو من ریستار کردم، یعنی ریست فکتوری. خب قبل از اینکه بکاپ بگیرین امتحان کردین؟ نه. نه من دیگه بعد بکاپتون رو برگردوندین بعد امتحان کرد. حالا برین پاکش بکنید. بله. اوکی. انگار که یه تلفن نوئه. بله. و بکاپو برنگردونید. بعد یه دونه ببینید میسا سامتا رو بهشون پس میده یا نه. به محض اینکه با اپل آی دی و پاسورد توی موبایل جدید لاگین کنید، همه ستینگ ها ریستور میشه رو موبایل جدید. آقا زدی اگر از زیر بکشن چیزو بالا چی اونجا نیست؟ نه 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 نه. بله. نه پس اون ستینگ هاست درست. من خواهش میکنم یه بار تلفنتون چیز با... مال چه شرکتی هست آبرمانگتون؟ آیفون تلتوو. مال تلتوو. شما یه بار چیزش بکنید، کامپلت پاکش بکنید. نه. و بعد فقط به حالت یه تلفن نو یه زنگ به خودتون بزنید ببینید که آیا میبینینش یا نمیبینین. اگر که ندیدیدش بدونین که باید حتما با اپراتورتون صحبت کنید. متشکرم، لطف کردید. خواهش می‌کنم، پیروز باشید. بله. 9843 الو. سلام آقا. یه لحظه شما باید برید در قسمت چیز نوتیفیکیشن رو میزنید روی سیتینگ، بعد میرید نوتیفیکیشن همون در فون آپشن که شما گفتید اونجا میتونه میشه. بله بفرمایید شما. جانم بفرمایید عزیزم. الو سلام آقا آزادی، خوبی؟ قربان شما، مرسی. خیلی ممنون آقا آزادی. من یه سوالی داشتم از همکارتون. خواهش میکنم بفرمایید. من میخوام یه موبیلی بخرم به نام لونا واسه بچه هم. لنوو. بله. خواستم بفهمم این موبیل خوبه، موبایل یا یک سورف پلاتا یا از این پدها هست؟ آه نه، موبایل یا سورف پلاتا است.
موبایله. موبایله. یه موبایلی میخوان بخرن آقای فرنگ. بله. لبانا اسمش. بله ببینید. بله. جدید میخوان بخرم. اسمش هم اشتباه میگین الان فرانک. بله ببینید کمپانی لنوو یه کمپانی چینی همینایی هستن که کامپیوترهای خیلی خوبی میدن و پروداکت های خیلی عالی دارن، بهترین موبایل جز در مارکت به خصوص آسیا و چین و در اونجا مارکت تایلند و اینا خیلی استفاده میکنن، خیلی موبایل های عالی، خیلی خوشی کنه، ولی مدل های جدیدش نه مدل های قبلی. اگر میخواید یک لنوو تلفن بخرید که یک اندروید فون هست و میخواید که رقابت کنه با یک موبایل خوب، محفظه زیاد 64 گیگاباتیش هست، بعد سیم کارت میخورن، نوعی هست که با دو تا سیم کارت، نوعی هست که دوربین های خیلی عالی دارن، دیسپلی خیلی عالی داره، همه چیزش خیلی عالی، به شرطی که نوع جدید رو بخرید، نوعی سمودل دو جدیده. بله مدل های خیلی خوبی هستن. بله خیلی ارزون تر هستن. بله بله. آره بسیار عالی قربان، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. به پروسسور توجه کنید. خدا نگهدار. بله اینا آقای فرانک یک دنیا سپاسگزار از شما از برنامه امروز، آرزوی موفقیت براتون میکنم به شما شنوندگان این صدا و برنامه تا جلسه دیگه که این داستان رو ادامه بدیم با این آسانسور. بله خواهش میکنم قربان، موفق و پیروز باشید. بدرود. خواهش میکنم. خدا